دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده این مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. داوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت سرکار بانو سارای گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. دستاخیز ملت ایران همچنان ادامه داره و دشمنان قسم خورده پهلوی هم در خارج از کشور مشغول فعالیت‌های خودشون هستن، که البته میهن پرستان واقعی با فریادهای جاوید شاه وادار کردن که عده‌ای مزدور شناخته شده، عده‌ای مزدوری که دیگه دستشون برای مردم ایران رو شده و رسما شمشیر رو ارهو بستن بر علیه پهلوی، وقتی که میان و عربده کشی میکنن در شهرهای اروپا و در لس آنجلس با فریادهای جاوید شاه مجبور میشن دومشون رو بزن رو کولشون و فرار کنن. چند گزارش هست از تظاهرات و گردهمایی ایرانیان عزیز مبارز میهن پرستان عزیز خارج از کشور که اون رو به سمع شما خواهیم رسون، از همه بچه هایی که در اتریش و در سایر نقاط اروپا، عرض کنم بجز آلمان چون تمام اخبار آلمان برای من اومد، از بچه هایی که در
هلند، اتریش، سوئیس و سایر کشورها، فرانسه تجمع داشتید، میهن پرستان رو عرض میکنم، اونجاهایی که جاوید شاه گفتید و تو دهان یا بگویان کوبیدید، خواهش میکنم که عرض کنم این فایل های خودتون رو روی آدرس تلگرام من بفرستید، آدرس تلگرام هم خدمتتون خواهیم داد تا بتونیم هماهنگ بکنیم بین بچهای میهن پرست داخل و خارج از کشور، که من این نقش رو عرض کنم اینجا برای شما بازی خواهم کرد، یعنی وظیفه خودم رو به این شکل انجام خواهم داد، وظیفه ای که هماهنگ کننده بچهای میهن پرست داخل و خارج از کشور باشه، که بچه‌ها در داخل کشور بدانند ایرانیان خارج از کشور همون شعارهایی رو که شما در داخل کشور دادید، رضا شاه روحت شاد، پهلوی کجایی به داد ما بیایی، ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، و مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، و رضا رضا پهلوی، ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد، و سایر شعارهایی که شما همیهنان عزیز داخل کشور سر دادید و فرقه تبهکاران رو مجبور کردید که سر تعظیم در برابر شما پایین بیاره، و مزخرفاتی هم که میگن گوش نکنید، الان همه اینا رو من براتون امشب توضیح میدم. حضورتون عرض کنم که این شعارها باعث شده که آخرین پسمانده قجریه، آخرین پسمانده های انگلیس که رئیسشون فقط یک نفره، یک لگن فروش بیشرف دزده، یک بیشرف دزدی که سرانجام خدا رو شکر همه شناختنش. من همیشه حضور شما عزیزان عرض کردم که هیچ کس به جز خود آدم، آدم رو نمیتونه خراب کنه. اگر تمام دنیا جمع بشه، که جمع شدن تا محمد رضا شاه پهلوی رو خراب کنن، دیدید که نتونستن خرابش کنن، چون شاهنشاه یک اساس بود، یک فلسفه بود و یک فلسفه هست، پهلویسم یک فلسفه است، این فلسفه رو نتونستن خراب بکنن. تنها کسی که میتونست رضا شاه رو خراب کنه، محمد رضا شاه پهلوی رو خراب بکنه، خود رضا شاه و خود محمد رضا شاه پهلوی بودن. هیچ کس نتونست خرابشون بکنه. محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامهر بزرگ، برای همین فرمودن تیراندازی نکنید، مردم نمیخوان، من میرم، به خاطر اینکه میدونست اگر دستور تیر بده خودش رو خراب میکرد. 37 سال زحمتشو با یک دستور اشتباه خراب میکرد، خط بطلان میکشید، اون 37 سال زحمات شبانه روزیش. پس هیچ کس نتونست خرابش کنه، چون خودشو خراب نکرد. من اگر تا صبح قیامت اینجا بشینم و به شما بگویم که گفتم که اینها مزدورن، اینها عوامل روس و انگلیسن، اینها نوکران اجنبی هستند، اینها عوامل حزب دموکرات امریکا هستند، حتی به اسم مشروطه خواه، چرا که بنیادشو داریوش و همایون گذاشت، اون خر لنگان، اون بیشرف پسفطرتی که یکی از دشمنان قسم خورده محمد رضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ بود، به ویژه از دشمنان قسم خورده اعلیحضرت رضا شاه دوم سیروس پهلوی سوم، که اون بیشرف یک لانه ای رو از خودش به جای گذاشت، یک حزب قلابی رو از خودش به جای گذاشت که امروز در خیابانهای اروپا با چوب پرچم، با اون پرچمی که در دستشونه، در هامبورگ به سمت بچه های میهن پرست هجوم میارن، عرض نکردم حمله میکنن، هجوم میارن و میگن که شعارهای انحرافی ندید. عجب، حزب مشروطه مخالف جاوید شاست و جاوید شاه رو شعار انحرافی میدونه، شعار حزبی میدونه، شعار وابستگی به شخصیتی میدونه. و یکی از این انگل ها میاد وسط خیابون با کوله پشتی، یک میکروفون هم میگیره دستش، همون بیشرفی که در لندن گفت این شارلاتان دوز، اون علی ساربون، نمیتونم اسامیشون رو بیارم، میدونید که میگم، همون بیشرفی که در لندن نشسته، و کسافت دیگری به اسم جمشید چاره‌ای که مدام با اصلاح طلبای حکومتی صحبت میکنه، اینها از با شرفترین روزنامه نگارانی هستن که من شاگرد این با شرفان هستم. این دیگه چقدر بیشرفه که شاگرد اونا شده. بعد این بیشرف وسط خیابون واقعا عربده میکشید، من گذاشتم تو کانال، برید ببینید تو کانال تلگرام خودم، عربده میکشید
که نگید رضا شاه روحت شاد، اون روح شاد هست. نگید رضا رضا پهلوی، رضا پهلوی سر جای خودش هست. نگید جاوید شاه. شعارهای مردم رو در داخل کشور بدین، مردم اینترنت ندارن، آخ مردم آزادی میخوان. شامورتی بازی، پدر سوخته بازی. چرا؟ چون رئیسشون یک پدر سوخته شامورتی بازه، رئیسشون یک بیشرف دزد لگن فروشه، بیشرفه. و هیچ کس به جز این بیشرف خودش نمیتونست خراب بکنه. حالا من بیام اینجا بنزین بریزم سر خودم، کبریت بکشم زیر خودم که بابا اینا مزدورن. دلیل نرفتن فرقه تبهکاران لجنجلسه. ما هر وقت لجنجلس را خلع سلاح کردیم، آن موقع جمهوری اسلامی از بین میره. شعبه دوم جمهوری اسلامی، شعبه دوم جمهوری اشغالگر اسلامی، شعبه دوم فرقه تبهکاران در لجنجلسه. یک شعبهش در لندنه، یک شعبهش در هامبورگ، یک شعبهش در پاریسه. اما سرانجام میهن پرستان واقعی، عاشقان ایران آریایی، بدون اینکه برن آویزون بشن به مطرب ها، به یه سری مطربی که برادرش تا دیروز در ایران شهر قصه برامون درست کرد، و یکی دیگه برادراش که کلا مخملی بود در سال 57 فیلم فریاد مجاهد رو بازی کرد. حالا این یه تار گرفته تو لس آنجلس، میخواد با تار جمهوری اسلامی رو ببره. با بودن تمام این افرادی که دور خود، این نابخردان، این ضد ایرانی هایی که دور خودشون جمع کردن، چون همشون چپن اینا، اون خانواده، اون سه تا برادر همشون چپن. افسوس و افسوس و افسوس. افسوس و چند تا نقطه حرفمو خوردم، به دلیل اینکه پای خیلی مسائل هست. باشه تا ایران حساب کنیم. حضور شما عرض کنم که با جمع کردن تمام این اراذل اوباش، بچه های میهن پرست لس آنجلس، بچه های میهن پرست هامبورگ، بچه های میهن پرست لندن که الان فیلماشو بهتون نشون میدم، لس آنجلسو که نشون داده سنگر ایران آریایی، فریاد زدن جاوید شاه و لگن فروش دزد و یاران دزدش، همشون خفه خون مرگ گرفتن، دومشون رو گذاشتن رو کولشون در رفتن. با اینکه با میله های پرچم در هامبورگ به بچه های ما حمله ور شدن، هجوم آوردن، که نگید جاوید شاه. چرا؟ چون جاوید شاه شعار ما پستیم، ما پستیم و خابوند 15 سال توسط یک پاسداری که اومد و این حلبی سازی، این کسافتکاری، این حق بازی، این شارلاتانیزم برای شما را انداخت. یک سرباز اومد اینجا نشست و گفت ای ملت، جاوید شاه رو از دهنتون گرفتن. ملت ایران با جاوید شاه زد تو دهن همشون، و ما توسط جاوید شاه اون کثافت ما پستیم و سایر کثافت های تاریخ معاصر ایران رو همشون رو به لجن کشیدیم، چون واقعا لجنن. و درود بر همه ما. من انقدر خستم که نگو، اما این برنامه هایی که شما پیاده کردید در این دو سه روز باورتون نمیشه. از الان تا 5 ساعت دیگه من میتونم اینجا بشینم. به خداوندی خدا باور کنید من چند ساعت بیشتر نخوابیدم، و این مخصوصا این دوشنبه لعنتی. اما به عشق شما اومدم که این گزارشات رو بهتون بدم و این صداها رو براتون پخش کنم، این تصویرها رو پخش کنم. خسته نباشن بچه های میهن پرست هامبورگ. تلفن به من زدن و گفتن آقای احمدی چی کار کنی؟ اینا اینطوری دارن با ما برخورد میکنن. اینها یکیشون هست که تو هامبورگ زندگی میکنه، یک مزدوریه، میکروفون رو گرفته میگه شعارهای انحرافی ندید، فقط شعارهایی که ما از پیش نوشتیم، یعنی از لس آنجلس براشون دیکته شده. مجموعاً 25 تا 30 هزار دلار خرج کرده بود لگن فروش دوز برای کنترل هامبورگ. دیدی هیچ غلطی نتونستی بکنی، خاک بر اون سرت کنن. دیدی بچا چیکارت کردن؟ بدونی که پول خرج کنیم. خب گفتم که بچا آروم باشید تا من بهتون بگم، نه درگیر میشید نه هیچی، اینا میخوان شما رو درگیر کنن. خیلی راحت یا صفتون ازشون جدا میکنید، میرید خیابون اون یکی خیابون بغلیه، بغل عرض کنم اونجایی که اینا تظاهرات میکنن، یا اینکه همتون با هم یک صدا بخونید ای ایران ای مرز پرگوهر، بلند بخونید اینو، بلند بخونید،
بخونید و بزنید تو دهنشون. و بلافاصله جاوید شاه، جاوید شاه انقدر فریاد بزنید جاوید شاه تا خفه خون بگیرن. و موفق شدیم، موفق شدیم هامبورگ رو از چنگال مزدوران یک لگن فروش بیشرف شیاد، یک بیشرف پسفطرت نجات بدیم. خل اصطلاحشون کردن بچه ها تو هامبورگ، همین کار رو تو لس آنجلس کردن، رفت بالای منبر که شروع کنه و فریاد بزنه، عربده بزنه این بیشرف و بگه ما پستیم. با فریاد جاوید شاه سربالاش کردن، زدن تو دک و پوزش، خودش و رفقاش، یه مش تنه لش. و درود به بچه های میهن پرست. و همین بلا رو بر سرتون آوردیم تو مونیخ، تو فرانکفورت، تو اسن، تو دوسلدورف، تو هانوفر، تو برلین. آلمان قلقله بود، باریکلا به بچه های کل، دوسلدورف، اسن، فرانکفورت، مونیخ، هامبورگ، برلین، هانوفر، باریکلا به بچه ها. آلمان امشب، آلمان در این دو سه روز واقعا سنگ تموم گذاشت. آفرین به بچه های آلمان، باریکلا به بچه های لندن که حالا نشون میدم، آفرین به بچه های لندن، باریکلا. میخواستن سفارت از ریشه بکنن، باریکلا، آفرین به بچه های لندن، دمتون گرم. فریاد میزدن جاوید شاه، جاوید شاه، دمتون گرم. جاوید شاه شد همون سلاحی که همیشه من حضورتون عرض کردم. جاوید شاه مال ماست، مال من نیست، مال تو هم نیست. جاوید شاه مال ملت ایرانه. ملت میگه جاوید شاه، چون در ایران هم داره میگه جاوید شاه. تا چشمتون کور شه، مزدوران پس فطرت بیشرف، حقوق بگیران اجنبی، خاک بر اون سرتون کنن. اگر شما شرف داشتین که من میدونم ندارید، اگه شرف داشتید که با اسمال بزاز و با هوشنگ امیر بیشرف و محمد وزق کسافت و بهرام شطور کسافت و اون آذرپاکوتای کسافت، صیغه منصور حکمت و شکو بچه دزد کسافت و اون جواد خالدار کسافت و سایر کسافت های تاریخ بر سر میز مذاکره نمی نشستید که صبح تا شب توطئه بکن برنده رضا پهلوی، تا چشمتون کور بشه، تا چشمت کور بشه لگن فروش دزد. به لجن که بودی، به لجن کشیده شدی. گفتم بهت که بلایی به سرت میارم، بلایی به سرت میارم که راه پس و پیش دیگه نداشته باشی، نفهمیم کجا نفس بکشی. نگفتم به؟ گفتم خرفم نشدی بی شرف، مردی که یه دزد، شالاتان، کلاه بردار، کلاش. اگر تو شرف داشتی که نمیرفتی پول اون پیرزن بدبخت رو بخوری که $30,000 پولش رو بخوری، تو اگه شرف داشتی بی شرف که به تیم سایبری دستور نمیدیدی بچه های میهن پرست و در اینستاگرام برن بلاک بکنن و در فیسبوک برن سوسه بدونن، بی شرف. تو مرد نیستی، کسی که نونخوره یک کرم فروشی عامل جمهوری اسلامی میشه، این نمیتونه مرد باشه. تو واقعا مرد نیستی. من نامردتر از تو ندیدم تو عمرم، واقعا ندیدم. بی شرفتر از تو من تو عمرم ندیدم. خیلی کثافتی. و دوست داشتم اینو یه روز بهت بگم، برام مهم نیست که میشنوی یا نمیشنوی، برام مهمه که به گوشت میرسونم. خیلی کثافتی، واقعا کثافتی. درود به بچه های میان پرست، دمتون گرم، دمتون گرم. ما شاهمون رو برمیگردونیم. به کوری چشم این بیشرف ها، به کوری چشم تودهی های همیشه خائن، چپ وابسته، مصدقی های ایران برباده که از همه کثافت ترن، به کوری چشم مصدقی های ایران برباده که در فلوریدا خواستن زر زیادی بزنن بچه های میهن پرست، دمتون گرم، دمتون گرم. خفشون کردن مصدقی های ملی منقلی یه مش تریاکی رو تو فلوریدا، خفشون کردن. از ترسشون مقوا گرفته بودن جلو صورتشون. چرا مقوا گرفتین جلو صورتتون؟ چرا میدرسین؟ بچه های ما در فلوریدا گل کاشتن. حالا فیلماش برای من میاد، همه رو براتون تر این هفته چهارشنبه جمعه نشون میدم. فریاد میزدن تو فلوریدا جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. بچه ها تو شیکاگو جاوید شاه، برای من گزارشش اومد، جاوید شاه، جاوید شاه. دمتون گرم بچه ها، نشون دادید. من دیدید بهتون میگفتم که ما میهن پرستان در اکثریتی فقط پراکنده ایم، کسی نیست ما رو جمع جور بکنه. حالا همدیگر رو پیدا کردیم. میدونی چجوری همدیگر رو پیدا کردیم؟ فقط با یه شعار، جاوید شاه. هر کس که گفت جاوید شاه یعنی این از ماست، یعنی این جزء، این جزء سربازان گارد شاهنشاهیه، این جزء سربازان گارد جاویدانه، این جزء گارده، اینا جزء گارد محافظ پهلوی هن. اینا پهلویستن.
هر کس که گفت جاوید شاه یعنی خون آبا اجدادی تو رگشه، هر کس گفت جاوید شاه یعنی شرف داره، هر کس گفت جاوید شاه یعنی انسانه، هر کس گفت جاوید شاه یعنی سر سفره بزرگ شده، یعنی نون حلال خورده، یعنی تو خونش عکس مصدق و خمینی کثافت نبوده، هر کس گفت جاوید شاه یعنی شیر حلال خورده، نون حلال خورده، آدم شرف داره، میفهمه. هر کس گفت جاوید شاه یعنی من خودمو نفروختم، هر کس گفت جاوید شاه یعنی من نیومدم بگم منم یه قیمتی دارم، هر کس گفت جاوید شاه یعنی زیر چتر یه زنک نرفته قایم بشه واسش کرم بفروشه، هر کس گفت جاوید شاه یعنی مرده، یعنی شرف داره، یعنی شیرزنه، شیرمرده، هر کس گفت جاوید شاه یعنی نوکر حزب دموکرات امریکا نیست که بره واشنگتن دم تکون بده یه چک 50,000 دلاری بگیره بیاد، هر کس گفت جاوید شاه یعنی نمیره لاس وگاس یه کیف سامسونگ 2,000,000 دلاری برداره بیاره، هر کس گفت جاوید شاه یعنی پاستا رو بغل دستش ننشونده، هر کس گفت جاوید شاه یعنی با توده‌های همیشه خائن و مصدقی‌های ایران بر باده نشسته مصاحبه کنه و زر زیادی بزنه، هر کس گفت جاوید شاه یعنی نرفته خون شاه مملکت بگه تخم مرغ درست کرد نداد من بخورم، هر کس گفت جاوید شاه یعنی نرفته از سازمان تروریستی مجاهدین پول بگیره که بیا تبلیغشون رو بکنه بگه رأی‌گیری گذاشتن بین شاهزاده رضا پهلوی و مریم لچک، مریم لچک 90% آورد، شاهزاده رضا پهلوی 10%. هر کس گفت جاوید شاه یعنی با شرف انسانه، یعنی میفهمه که باید مملکتش رو به کجا به کدوم سمت بره، هر کس گفت جاوید شاه یعنی عاشق فلات ایرانه، هر کس گفت جاوید شاه یعنی روی دوش پدرش پالون که بهش میگن عبا نبوده، هر کس گفت جاوید شاه یعنی میدونه که از در کجا به دنیا اومده، کجا زندگی کرده، کجا تحصیل کرده و کی بهش حقوق داده، هر کس که گفت جاوید شاه یعنی خونش این رگشو این نبضشو که رگ نبضشو میزنن، این شارگشو که میزنن، این فشار خون بزنه زیر سقف بنویسه جاوید شاه، جاوید شاه یعنی این. ما خودمونو پیدا کردیم. دم بچه‌های ایرانی گرم، بچه‌های هامبورگ عالی بود کارتون، مرسی که با من تماس گرفتی سعید جان، دست درد نکنه، عالی بود کارتون، دمتون گرم، باریکلا. بچه‌های مونیخ گل کاشتین، آفرین به بچه‌های دوسلدورف، عالی بود کارتون، دمتون گرم، همه رو من نشون میدم. بچه‌های اسن کم بودن و شرف به تو چه مربوطه؟ شعار فرقه، فرقه جد آبادت، فرقه شما هستید که خواهان ادامه حکومت فرقه توکاران هستین، غلط میکنید، به گور پدرتون میخندید که به ملت ایران میگید شعار انحرافی نده. بی شرف، شعار رضا شاه روحت شاه شعار انحرافیه؟ بی شرف، شعار رضا پهلوی شعار انحرافیه؟ بی شرف، شعار ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره شعار انحرافیه؟ بی شرف، شعار رضا شاه کجا پهلوی کجایی به داد ما بیایی شعار انحرافیه؟ بی شرف، شعار جاوید شاه شعار انحرافیه؟ بی شرف، بعد میگی من عضو حزب مشروطه هستم؟ بی شرف، بی شرف های مزدور، تموم شد، هیچ کس به جز خدا آدم آدمو نمیتونه خراب بکنه، تموم شد کارتون. من به تمام خواسته هام رسیدم، خدا شاهده من به همه خواسته هام رسیدم. خواسته من چی بود؟ ملت ایران توی خیابونای کشور من، توی ایران من، تو اصفهان، تو شیراز، تو اهواز، تو مشهد، تو کرمانشاه، تو تبریز، تو تهران، تو همه جای ایران فریاد بزنه جاوید شاه، یک بار دیگه صدا بزنه پهلوی رو، این بخوره به گوش جهان، پهلوی، 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 تو قم، تو کاشان، تو عراق، تو شیراز، تو خرم‌آباد، تو آبادان، تو اهواز، کرمان، یزد، زاهدان، همه جای ایران، سنندج، مهاباد، بوکان، رضای، اردبیل، رشت، بندر پهلوی، آمل، ساری، گرگان، قوچان، بجنور، همه جای ایران فریاد میزنه پهلوی، 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 تا چشمتون کور بشه. من به آرزوم رسیدم، یک بار دیگه بچه‌ها تو خیابونا بنویسن جاوید شاه، رو دیوارا، توی اتوبوسا، رو صندلیا بنویسید اینو جاوید شاه. دیدید موفق شدیم؟ دیدید تو این دو سال پیروز شدیم؟ تموم شد، بهتون تبریک میگم، به شرفم سوگند، خواهید دید، این برنامه رو ضبط کنید، خواهید دید که به زودی زود آخوندا از سوراخ چطوری بیان بیرون و فرار کنن. ملت ایران فراموش نکنید این حرفو که بهتون زدم، به همین شکل ادامه بدهیم، به همین شکلی که دارید ادامه میدید، همین خبرایی که برام میاد،
که آقا رضا سید خندان شلوغ شد، تهران پارس شلوغ، هفت اوز شلوغ، نارمل شلوغ، بچه ها تو تشریش ریختن تو خیابونا، بچه ها پشت دانشگاه تهران آتیش زدن، بچه ها تو نمیدونم ستارخان فلان کردن، بچه ها تو خیابون آیزنهاور اینجوری کردن، در میدون شهید، همینطوری ادامه بدین تو تهران، تو کرج، تو قزوین، تو زنجان، همینطوری ادامه بدین. به شرافت بشری سوگند، چهارشنبه سوریه امسال خواهید دید چه اتفاقاتی بیفته. اصلا خواهید دید که امسال نوروز ما به راستی نوروز پیروزه. مطمئن مطمئن باشید. من میدونم، من یه چیزی میدونم که دارم بهتون میگم. من الکی حرف نمیزنم چون باید پاسخ حرفامو بدم. بچهای خارج از کشور، عکس رضا پهلوی رو از امروز دیگه فراموش نکنید. به هر دلیلی، به هر دلیلی، به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای، به هر بهانه‌ای، به هر دلیلی، به هر علتی، به هر علت و دلیل و بهانه‌ای اومدی تو خیابونای اروپا، اومدی تو خیابونای امریکا، تو کانادا اومدی، تو خیابونا به هر دلیلی اومدی تظاهرات کنی، عکس رضا پهلوی رو فراموش نکنید. هر کس گفت آقا عکسو بیار پایین، با همون قاب عکس محکم بزنید تو سرش، بزنیدش، چون اینا مزدورن. شما غلط میکنید به مشروطه خواها میگیرید عکس رضا پهلوی رو نگیرید، غلط میکنید، به گور پدرتون میخندید، به گور اون مصدق کثافت میخندید، به گور پدر جد و آبادتون میخندید. بی شرفا، بی شرفا، نشستین چرا تلویزیون 30 سال ملت رو، 20 سال ملت رو سرچوب کردی؟ با زبان سعدی ما باید با ملایمت حرف بزنیم، ما حتی باید بگیم آقای خامنه ای، ما نباید بگیم علی چلاغ چون دستش چلاغه، ما نباید بگیم علی گدا چون به گداها بر میخوره، ما باید با زبان، ببین ما باید با ادبیات شاهزاده حرف بزنیم. خفه بمیر بی شرف لگن فروش دوست، خفه بمیر شالاتان کلاش مال مردم خور، کثافت بزرگ تاریخ، خفه بمیر بی شرف بی غیرت، خفه بمیر. زبان زبان مبارزه است، بی شرف. اگر قرار باشه همه به زبان رضا پهلوی حرف بزنن که ایران 80 میلیون شاهزاده داره، بی شرف. رضا پهلوی تکه، یه نفره، یک شخصه، ما سربازیم. گفتم بهت بلایی به سرت میارم، بلایی به سرت میارم، بلایی به سرت میارم که هر جا اسم پهلوی ها رو شنیدی عین سوسک که از تو چاه میاد بیرون و میره تو چاه، دوباره میکنم تو چاه، نگفتم بهت، بهت گفتم، گفتم بلایی به سرت بیارم که هر جا بری توف تو صورتت بندازن. توفو دیدی تو لس آنجلس؟ دیگه نه زر زیادی بزن، حالا برو فیلم ها رو ادیت کن، چبارو بده اون دختر گامبوه واسه درست بکنه بیاد اونجا، بعد بشینید ببین که ما در تمام این دوران موفق شدیم، 8000 نفر رو به انتخاب. برو بابا، برو بابا، حالت خوش نیست تو، برو انقدر همبرگر نخور، داری میتری که بدبخت، برو بابا دزد تو. هشدار با آخرین ولیعهد ایران، تو و اون فوتبالیسته و بقیه اراذل و باش، برید بابا، برید، برید جمع کنید همتون، برید همتون، برید گم شین، برید بمیرید. کثافت‌های آشغال، 40 سال ملت ایران بهش تجاوز شده، 40 سال ملت ایران زیر سلطه فرقه تبهکاران، زیر ساطور جنایتکارترین جنایتکار تاریخ، نشستی تو لس آنجلس دارید به ملت ایران خط میدی، بی شرف، تو اون تبیله که اسمش گوشین تلویزیون نشستی دارید با عوامل جمهوری اسلامی گفتگو میکنید، بی شرف ها. کی حشمت تیخشش آورد رو خط؟ حشمت الله تریاق زدی رو کی آوردش رو خط؟ کی آخوند آورد بغل دستش نشون باش گفتگو کرد؟ کی پاسدار آورد بغل دستش باش گفتگو کرد؟ کی صادق کثافت کلامو باش گفته بود کرد؟ کی میدون داد به محسن ملخ بی شرف بنیانگذار سپاه؟ کی؟ کی آمد به توده یا گفت دکتر دکتر؟ کی رفت هوشنگ امیر بی شرف آورد گفتش که صادق نمیدونم قاسم سلیمانی، این سردار بزرگ که در دنیا همه میشناسنش، این خیلی در سپاه محبوبیت داره، یعنی برو کودتا کن؟ کی گفت این حرفا رو؟ بی شرفا، بی شرفای دوست، یه مشتم دوست دور خودتون جمع کردی. بلایی به سرتون بیارین پاتون بخوره ایران، اگر جرأت کردید بیاید ایران، اگر جرأت کردید بیاید اونجا، اون وقت اونجا بهت میگیم سو کردن یعنی چی. بی شرف های دوست، بی خیرت، بی شرف، تا چشمت گورشه، کشیده رو خوردی؟ حالا برو بشین اونجا بگو که ما کمال کرد میدادم، برو بابا، برو، تو حالت خوش نیست، برو یه نیمتخ منداز تو عقلت، بدبخت، تو حالت خوش نیست. سرکار بانو خواهش میکنم از حضورتون شماره یکو، بچه ها این شناسایی، اینا که شناسایی میکنید یک کمی عکس ها رو اگر میتونید، اگر میتونید واضح تر بگیرید، اسامیشون رو بیارین، در ضمن مسئله شخصی نکنید، چون یه روزی یارو از بغل رد شده نمیدونم ازش خوشت نمیاد عکس بگیری، شرافت و اخلاق داشته باشید.
علکه نرین عکس بگیره این پسیجی این پاس داره با سند برای من بپرسید. یه سری تو فرسادید من بچه نیستم ها، یه سری برای آقا احمدی اینم شناسایش من علی بازیا نیستم، سند و مدرک، با سند و مدرک نشون بدید این داره آدم میکشه، این تک تیراندازه، این رفته بالا پشت بون، این داره تیرانزی میکنه، این داره با باتون میزنه، این با چاقو داره میزنه، این حمله کرده، این لباس شخصی اون بغل خواهی میشه، اینطوری بر من عکس بفرستین. در غیر اصلا من نمی... من پخش نمیکنم، دارم بهتون میگم، خیال نکنید من اینجا مثل این لگن فروش دزد و رفقاش گاگولم ها، دارم بهتون میگم، من بدون رو دروازه باتون حرف میزنم، شما مسئولم. این عکس رو اولو نگاه کنید بچه های میهن پرست، نگه دارید سنگر رو، ببینید داریم چی کار میکنیم با این سنگر، دیدید چی کار کردیم با این سنگر، تمام این جابیچه ها رو میبینید، این افشاگری ها رو دیدید، همش مدیون این سنگره. دممونگر که ایستادیم. میدونید ما جلو کیا ایستادیم؟ جلو مافیای لس آنجلس. میدونید من کی رو خوابوندم؟ رئیس مافیای رسانه‌های گروهی فارسی زبان لس آنجلس رو خوابوندمش. این بلا رو به سرش آوردم که تو شهری که ادعا می‌کرد من پرچم خودم کلا به اون دک و پوزش گاو میش کثافت کفدار، بلایی به سرش آوردم که تو همون شهر توف انداختن تو صورتش با فریاد جاوید شاه. اومد زر زیادی بزنه، من پستیم و پستیم جاوید شاه یعنی خفه شو بیا پایین، خودت اون رفیق کثافت تارزنت بیا پایین، جفته تو آشغالا یه پایین آشغالا، آشغالای کثافه، عامل ادامه حیات فرقه تبهکاران اینا نفر اولشه، عامل کشتار ملت ایران، عامل شکنجه ملت ایران، عامل تجاوز به ناموس ملت ایران، تمام این بلاهایی که به سرتون اومد اینا کردن، اینا جلو دوربینا کردن، اینا برای شما بد و بدتر رو درست کردن، اینا برای شما سبز درست کردن، اینا برای شما اصلاح طلب اصولگرا رو درست کردن، اینا اومدن گفتن به رئیسی رأی ندید برید به این یارو مرکه حسن هفقد رأی بدید، اینا اومدن گفتن به ناطق نوری رأی ندید برید به این یارو محمد گاریچی رأی بدید، اینا گفتن رفسنجانی آخوند ایرونیه، اینا به شما گفتن احمدی نژاد اگه بشه رئیس جمهور این بده بری اون یکی خوبه رو برداریم بیاری، اینا همه بلاها رو اینا سرتون آوردن، اینا بودن که در طول این سالها مدام خط انحرافی بهتون دادن، اینا بودن که از 22 بهمن رفتن به پیشواز نوروز، یعنی تمام بهمن ما، تمام اسفند ما رو خوابوندن، تمام فروردین رو خوابوندن، 3 ماه مبارزه رو تعطیل کردن، تازه اومدن تو اردیبهشت شروع کردن به چرت و پرت گفتن، بعد گفتن خرداد بچه‌ها مدرسه دارن، بعد گفتن بچه‌ها قلم و خودکار ندارن، بعد گفتن تیر ماه گرمه، بعد گفتن مرداد آی کمبود آب، بعد گفتن شهریور بچه‌ها دارن میرن مدرسه، بعد گفتن مهر ماه وای بچه‌ها که همش هر برج هر ماه برای شما یه پدر سوخته بازی در آوردن، این بی شرفا، این پس فطرتای نامرد، اینا همشون نامردن، همشون نامردن، یک مرد تو اینا پیدا نمیشه، هیچ کدومشون شرف اخلاق ندارن، همشون بهتون دارن دروغ میگن و من جلوشون وایسادم، پی همه چیشم به تنم مالیدم، تک و تنها جلوشون وایسادم، اما الان دیگه تنها نیستم، الان دیگه پشتم کاملا پر شده، بچه های هامبور اینقدر برای من پیام فرستادن، آقای احمدی تو رو خدا یه پیام بده پاشو بیا اینجا، گفتم من احتیاجی نیست میام، اون همه احمدی اونجا هست، اون همه سرباز اونجا هست، بچه ها تو اسم، بچه ها تو دوستلوگوی، اون همه رضا احمدی اونجا هست، من بیام اونجا چه غلطی بکنم، همه تون هستی، همتون اونجا هستید، همتون ببینید دارین چیکار میکنین، آتیش زدید آلمانو، دمتون گرم، عالی بود، بدطوری سوزوندیدشون، طوری سوزوندیدشون که مجبور شد بگه من دیگه از سیاست خدافظی میکنم میرم تو هامبورگ، میرم، چون فهمیدن که تو دهنی خوردن، بدطوری تو دهنی خوردن، مخصوصا اون لنگدراز دردوون دزدا، مرد که ترگاکی وسط خیابون برای مردم خفه بمیر، کثافت آشغال، شاگرد پادوی ارزون قیمت، شاگرد پادوی ارزون قیمت لگن فروش دوز، بی شرف و بی غیرت ها، اگه غیرت و شرف داشتید که نوکر آخون نمیشدید، بی شرف ها، اگه غیرت و شرف داشتید که نوکر داریوش و همایون نمیشدید، گور به گور شده کثافت تریاکی، تو بلژیک میومد یه زنکی که پاسکاریش میکنن تو بروکسل، تریاک میذاشت جلو این بی شرف، تو سوئیس میرفت خونه داشت منقل میذاشتن جلوش، تو اتریش منقل واسش میذاشتن، تو آلمان میومد منقل واسش میذاشتن، تو بلژیک میرفت منقل واسش میذاشتن، مردی که کثافت آشغال. بانوس تمنا میکنم شماره 1 رو نشون بدید، گفتم بهتون من زدم به سیم آخر، فلون فلون شده ها.
سپاس از شما بانو سارا گرامی، لطف کردید. من اول اسامی بچه‌ها بگم، اسامی سربازان ایران آریایی رو دمتون گرم بچه‌ها، کارتون درسته، ای والله. آی نلسون $60 سپاس از شما. بانو فلورا $50 سپاس از شما. بانو شهناز با یه جاوید شاه $10 سپاس از شما. آقای شاهین کشیشیان $100 سپاس از شما. آقای سیاوش $250 سپاس از شما. و بانو گیتی عزیز $10 سپاس از شما. من اسامی رو بازم خواهم گفت. بچه خیلی وقت داریم، زنگ بزنید، زنگ بزنید، دمتون گرم. سنگر نگه دارید. هر روز یادتون میاد بهتون چی گفتم؟ هر روز بیشتر متوجه خواهیم شد که این چه خونه طلاییه. این خونه رو باید نگه دارید. دیدی چجوری گندشون زد بالا؟ گفتم بهتون که من آزار که ندارم بیام گیر بدم. من میدونم اینا چه کثافتای پستی ان، میدونم، میشناسمشون، با همشون مصاحبه داشتم، من گفتگو داشتم باهاشون. حالا یه چیزی به من اینجا بهتون بگم، شما ایرانی ها میدونید معنای کد خدا یعنی چی؟ کد خدا به یه ریش سفیدی میگن مالی یه ده، یه دهات، یه روستا. اگه شما بری به این کد خداه بگی آهای کد خدا حاضر بشی شهردار تهران، اصلا نمیفهمه بنده یه چی بشم، بگی شهردار تهران. اگر تازه قبولم بکنه بخواد بشه نمیتونه. چرا؟ حالا به شما میگم، اینا که به خودشون میگن حزب داریم ما، حزب و گروه و نمیتونم سازمان داریم و فلان داریم، خب خیلی هم ادعا میکنن که برید حزباتون، برید دستهاتون زیاد بشه بعد بیاین با ما ائتلاف کنیم. خب مثلا خودشون چند نفرن؟ مثلا 20 نفر، 25 نفر. دیدید دیگه، دیگه از این بالاتر یه ملت اومده تو خیابونا میگه جاوید شاه، بعد مشروطه خواه تو لندن، تو لس آنجلس نتونسته 50 تا آدم بیاره تو خیابون بگه جاوید شاه. دروغ میگن؟ بعد به ما میگن خفه شید، با ما اگه اینطوری صحبت کنید ما ترورتون میکنیم، ترور شخصیتیتون میکنیم، مثلا مثلا فلان میگه ما میشیم جلوتون، آه اینا فناتیکن، برو بابا در به داغون. حالا گوش کنید، اینا حکم این کد خدا رو دارن. میدونی چرا؟ کد خدا دلش به این خوشه، از خونش که صبح میاد بیرون اون نون و پنیر داره که زده و آخ چه صفایی هم داره، نون و پنیر رو زده و مرغ و خروسش هم یه دونی داده و یه دستی هم کشیده رو سر حاج خانوم، و حاج خانوم هم داشته اونجا جارو پارو میکرده و اینا، قیلونه رو هم چاق کرده کشیده و خلاصه یه چای قمپلو هم زده، اون سیگار هم پیچیده، از این سیگار پیچیدنی ها گشته لا انگشتش رو داره دود میکنه، این دود هم از پشت داره همینطوری میچرخه و میاد. این از اون خونه، از اون خونه گلیه که میاد بیرون، البته خونه های کد خدا اکثرا دیگه گلیه نبودی اما آجوری شده بود، میاد بیرون، عشقش به اینه که از بعد مردمی که توی اون روستا هستن، اونایی که کشاورزن دارن میره سر زمین، اونی که میخواد بره چشمه آب بیاره، اون بچه‌ای که اونجا دارن میدوئن، به هر حال هر کسی از جلوی کد خدا رد میشه دستش بزنه رو سینه‌اش میگه سلام علیکم کد خدا، صبح شما بخیر. اینم عشقش اینه که بگه عاقبت شما بخیر. سلام علیکم مثلا کبلی، سلام علیکم مثلا مشهدی، این عشقش اینه. اما این کد خدا با تمام این به اصطلاح خودش عظمتش تو اون دهات که هر اتفاقی بیفته همه باید بیان نزد کد خدا حل کنن مسئله جنگ و دعواشون و مسئله مرغ و خروس و گاوشون و نمیدونم زمینشون، و این نمیتونه شهردار مثلا یکی از مناطق کوچولوی پشت مثلا اون برای مثلا دهات تهران بشه، نمیتونه. چرا؟ چون این کارش اونه، این فقط این کارو بلده و عشقش اینه که تو اون دهات در اون حد بشناسنش. اون جرأت این که بیاد بشه شهردار نداره. حکایت کار این سازمان ها و گروه هاست، این سازمان ها و گروه ها عشقشون اینه که دور خودشون جمع بشن، خودشون برای خودشون خالی ببندن، خودشون به خودشون مدال بدن. مثل این لگن فروش دوز اومده بود هانوفر بهش مدال داده بودن، آخه مردی که لشکر امیر تومان رو شکست دادی تو، بعد چه مدالی بهش داده بودن؟ مدال ارتش اس اس آلمان رو، خدا شاهد من گوشم تو کانال تلگرام بیشعور، اون مدال مال ارتش اس اس آلمانه، اون مدال اصلا جرم داره تو آلمان، بیشعور بیسواد. حضور شما عرض کنم که بعد یه پنجزاری زمان شاه هم ورشدن دورش جوشکاری کرده بودن، لعیم کردن، آویزون کردن به اینم چه ذوق کرده بود. خب وقتی نفهمی بهت میگم بیشعور، بیسوادی، احمقی، نفهمی، برای این بهت میگم احمق، مثل که به یه بچه برداری آب نواچوبی بدی. برای این اینا چون عرض لیاقت ندارن که بیاد یه سازمان گردن کلوف بزنه، حرفی که من با همون داروش همایون گور به گور شده گفتم، خدا شاهد شاهدا شدم بهش گفتم آقای حمالیان، دور از جون حمال خره لنگام، تو که ادعا میکنی
که اومدی اولا در خارج از کشور حزب معنا نداره. خب وقتی سواد نداری دست خودتون نیست. در خارج از کشور نیروی اپوزیسیون نمیتونه حزب بزنه. میدونید من چرا در این حد باهاتون حرف میزنم؟ مثلا اپوزیسیون، چون باید در حد سواد خودتون من باهاتون صحبت کنم. من هیچ وقت از این پله بالاتر نمیرم، چون نمیکش، مغزت کشش نداره، شعور نداری. کسی که تو لس آنجلس بستنی میفروشه، کسی که داره اونجا کباب میفروشه، من بیام راجع به مسائل سازماندهی حزبی باش صحبت کنم، تو اصلا میفهمی معنای حزب یعنی چی؟ تو میفهمی دبیر کل حزب یعنی چی؟ تو میفهمی معنای اعضای علل بدل حزب یعنی چی؟ اعضای دائمی یعنی چی؟ تو میفهمی معنای کنگره حزبی یعنی چی؟ آخه بیشعور، اون کمونیست احمقی که دور هم دیگه جمع شد، کنگره حزب کمونیست کارگری، چرا داری پرت و پلا میگی؟ بیشعور، کنگره معنا داره، کنگره میفهمی یعنی چی؟ نه به خدا، کنگره یعنی جمع شدن اعضای حزب زیر یک سقف، بیان جمع بشن تو یه سالونی و این اعضای حزب که در اون کنگره جمع شدن اساسنامه حزب رو اونجاهاش که قابل ترمیمش بکنن، یک گفتگوی سالانه، یک ترازنامه سالانه از حزب بدن بیرون. بیشعورا گفتیم آقای خرلنگار حزب معنا نداره در خارج از کشور. بعد مثل این تقی خروس که خیلی ادعا میکنه، این دو نفر اصلا خیال میکنم ماها چیزی، ماها جزو پرپاروهای اجتماعی، اینا خیلی بالا، همش وقتی با هر کی اینا حرف میزنن بالا رو نگاه میکنم، تو صورت دیگه نمیکنم با حرف بزنن، مجدم احمد بخیر میکنم، خیلی هم سواد دارم. حالا مثلا چی بوده؟ مثلا یه بار از دم دفتر اولی ازاد رد شده مثلا. تموم شد نسل شما، ما شماها رو نمیخوایم. کیو باید ببینیم؟ ما دیگه نمیخوایم قیافه شماها رو ببینیم. شما یک نسل سوخته، باطل و از کار افتاده اید. شما یه مش آدمای بیکار، علاف، ولگرد سیاسی هستید. یه مش مزدوره، یه مش شیادی. ما نمیخوایم دیگه. ما خسته شدیم از قیافه‌هاتون. خوشمون نمیاد ازتون. ملت دیگه خوشش نمیاد از شما. بیشعورا به چه زبونی ملت به شما بگه؟ میرن میشینن چرت و پرت فیلمای ترکی رو نگاه میکنن. نه اینکه این ملت از فیلم ترکی خوشش بیاد، سرگرمی نداره، مجبوره بره بشینه اون کثافت رو گوش کنه که قیافه تو کثافت نبینه. برید آمار ارقام رو نگاه کنید توی این دستگاه های اینترنت، ببین چند تا مشتری دارید. بیشرفای بیشعور، بیسوادای احمق، یه خونه تکونی باید بکنید. اگر به همین شکل ادامه بدید که داره میدید، تموم شو در طی چند هفته آینده، تموم کارتون. چون این ضربه ای که ملت از درون به جمهوری اسلامی و به یه مش فسیل به اسم دروغین اپوزیسیون زدن، تموم کرد کارتونو. ملت ایران در خیابونهای اون مملکت هم جمهوری اسلامی رو، هم شماها رو تو خارج از کشور کیشو مات کرد، تمومتون کرد، باطلتون کرد. مهر باطله زد رو سر علی شیره‌ای و یارانش تو لس آنجلس، تو لجنجلس. تموم شد دیگه. فهمیدی یا بازم بازش کنم؟ و دیگه چیزی نمونده که بازش کنم. همین داستان. تموم شد کارتون. وقتی پا میشید میرید تو کنسرت گلزار، یعنی تموم شد کارتون. ماله بر نمیداره. تموم شد کارتون. وقتی میرید روی سکو وای میسید میگید ما پستیم، ملت داره میگه جاویدشا، یعنی تموم شد، یعنی دستتون رو شد. وقتی پول خرج میکنید تو هامبورگ که بچه‌ها نگن جاویدشا، بعد با چوب حمله میکنید به بچه‌ها، یعنی تموم شد. عکس 18 نفر بودی، 18 نفر، عکس 18 تاتون توی تلفن منه، 18 نفر دیگه. به چه شک ملت به شماها دهنکجی بکنه؟ وقتی داری زر میزنی یه جماعتی فریاد میزنه جاویدشا جاویدشا، که صدا به بغل دستید نمیرسه، دیگه یعنی چی؟ دیگه به چه شک ملت به شما بگن خوشگلدی؟ دیگه ملت چجوری به شما بگن هری؟ دیگه چجوری شماها رو بکنن سکه یه پول؟ خیلی پر روی، واقعا بچه آخوندید. واقعا من به شرفم سوگند یه روزی بیام اینجا بشینم، به شرفم سوگند یه جلسه، نه جلسه دوم، نه جلسه سوم، نه یه هفته، ده، سه چهار تا جلسه من اینجا بیام بشینم ببینم مردم اون مردمی نیستن که دارن حمایت میکنن. میگم قربون شما برم، زد زیاد من رفتم، تموم شد. شخصیت من تو کوچه محله که نیاوردم، که زیرم جک نزده پدر مادرم، که قدم فقط بیاد بالا، تموم شد. مردم نمیخوانت. رضا احمدی برو کنار، برو جاده بده به بخلی بعدی. تا الان تا همین جایی که اومدی و مردم دوستت داشتن، تموم، همینجا نگرش دار. اونجا که باید بفهمی باید بازی خدافسی بکنی، بازی خدافسی بکن که با خاطره خوش از زمین چمن بری بیرون.
که مردم همیشه یادت کنن. وای نسته که برگردن بهت بگن علی پیرزن چند سالته؟ 1600 سالته، 1900 سالته. نکن اون کارو، تا تو اوجی بکش کنار که اسمت بمونه. این تو همه چی دخالت داره، تو معلمی، تو استادی، توی روزنامه نگاری، تو جلو دوربین نشستن، تو مدیریت، تو نمیدونم چغال بادون فروشی، تو نمیدونم کاسبی، همه جا، تو مدیریت کارخونه، همه جا این سقط میکنه. یه زمانی باید بگی بازنشسته شدم، تموم شد بازی من، تموم شد بازی، خدافظی منو بذارید، کفشامو باید آویزون کنم، تموم کنید، بکشین که هیچ چی دیگه براتون باقی نمونده. نه آبرو دارید، نه شرف دارید، نه حیثیت دارید، نه غیرت دارید، نه کلام دارید، هیچ چی دیگه براتون باقی نمونده. بدبختا هنوز دارم نصیحتتون میکنم، هنوز دارم ببین چقدر من شرافت دارم که دارم به تو بی شرف هنوز نصیحت میکنم. بکش کنار بدبخت، بکش کنار. شلوارتو که درآوردن، کفشتم دارن در میارن، بعد بقیه چیزا دادم در میارن، لختت کردن، بکش کنار. بدبخت در به داغون، بدبخت قرازه. خواهی دید که با چه صرف کندگی همتون میکشید کنار. خط نشون رضا احمدی معروفه. خواهی دید با چه صرف کندگی میرید که میگید ای کاش حرف این که اینقدر اومد با کشید زد تو دهن ما، کاش که حرف اینو گوش میکردیم. چون من دوست نادان نیستم، من اون دشمنیم که دارم بلندت میکنم. بدبخت دارم بلندت میکنم، دارم بهت میگم بکش کنار. دیگه چجوری تو دهنت بزنن؟ بی شرف، بی شعور، بی غیرت، بی سواد احمق. بعد حالا بهشون حزب داره، میگم آقای داروشمایون حزب معنا نداره. چرا آقا معنا نداره؟ بعد بالا اینجور بالا هم نگاه میکن، ما حزب داشتی اینا دوها هم داری عذرگیری میکنی. چه عذرگیری؟ چه داری برده؟ بی شعور. حزب معنا داره، حزب تعریف داره. نه، هدف چی بود؟ هدف این بود که فقط و فقط و فقط بین مشروط خواهان تفرقه بیندازن، که موفق شدن، که امروز تو هانوفر، توی هامبورگ، توی لندن بیان، تو لس آنجلس، تو لس آنجلس و هامبورگ منظورمه، ببخشید، که بیان اونجا و بگن که شعار انحرافی ندید، شعار فرقه ای ندید. بیشرف رضا پهلوی شد فرقه؟ بیشرف رضا پهلوی شد فرقه؟ یعنی شد مثل مسعود رجوی؟ بیشرف؟ بیش شرفا. اون موقع که میشه میری زیر کتش قایم میشید و شاهزاده 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 یه ده هستن فناتیک فناتیک شاهزاده فناتیک فناتیک شاهزاده فناتیک، اینا میگن جاوید شاه جاوید شاه شاهزاده جاوید شاه جاوید شاه، در شأن شما نیست. همه اونا که تو ایران و تو خارج از کشور میگن جاوید شاه، همه اینا بی شأن و بی سواد و همشون چیزن دیگه، همشون تو جوب میخوابن. شما ها فقط با سواد و با شخصیتی، تو به میدید تیپ معلومه با اون سن و سال و با اون کل پشتی تو، با اون کاپشنی که پوشیده بودی، تو به میدی خیلی خوش تیپی تو میری بسته باز، حتما حتما از خونه میه بیرون یه 6-7 دور سرت اسنان دود کن، خیلی خوش تیپی بسته باز. اصلا تو درا میری حیف تو خیابونه بابا، برو اینجا هالیوود چیز کن، من برگر رو پر کن رو هوا میزن، اصلا تو تست هم نمیخوا بدی، تو میری سری میبرنه، خوشتیب، خوش برخورد، مشاله چقدر خوش کلامی، تو بمیری میکروفون رو داشت میخورد بدبخت. واخ واخ واخ، آدم هرچی بشه مزدور نشه، به خدا آدم هرچی میشه بشه شاگرد پادوی ارزون قیمت نشه، آدم هرچی میشه بشه نوکر لگن فروش نشه. بدبخت ها، نوکری ملت که ارزشش بیشتره، بیشعورا نوکر ملت باشین که خیلی ارزش داره. افتخار کنید بگید ما نوکر ملت ایرانیم، ما داریم به ملت ایران خدمت میکنیم، ما خدمتگزاران ملت ایرانی. بعد بشه خدمتگزار لگن فروش دوز که این بیشعور پشت در اومده به شماها قول و وعده داده که من از یه جایی مثلا چراغ سبز گرفتم، بعد تو ایران مثلا که تو لندن، بعد میگید که به زودی زود ایران آزاد میشه، بعد نمایندگان حزب مشروطه میشن نماینده مردم ایران تو سازمان ملل. دوری خیلی کار دون درسته بست نفاز، وقتی تو خیابونا میه نه دم دیوار رد بشه و میمالیم به دیوار نانی که بانوش تمنا میکنم شماره دو رو پخش کنی. زودتر وضعیت شما، سرنوشت شما روشن بشه. خواهش میکنیم که زودتر وضعیت شما، سرنوشت شما روشن بشه، ولی منوط به اینه که واقعیت ها رو بگویید، اگر
دچار اشتباه و لغزشی هم شدیم رو بپذیرید و قطعا شما انشالله ازش زودتر آزاد میکنن که به دامن خانوادتون برگردید. ماساژ با خانوادتون همه تون تماس داشتی؟ همه شون تماس کردن. حالا انشالله مشکل حل میشه. این بانک هایی که آتش زدن، این مراکز سوختی که آتش زدن، پمپ بنزینی هایی که این افرادی را که کشتن، چاقو زدن، اینا کی انجام دادن؟ یا اجازه بدید، یا شماها بودید، یا افرادی بودن شما رو تحریک کردن، یا افرادی بودن پشت پرده کارایی میکردن. شما دو تا کار رو انجام بدید، یکی صداقت از خودتون داشته باشید در بازجویی ها، اگه واقعا عوامل محرک و مهیج بودن اینا رو معرفیش کنید. هیچ کشوری اجازه نمیده که یه عده‌ای را بیفتن امنیت جامعه و امنیت مردم رو از بین ببرن و این رو اجازه ندید که به دست چهار تا جوان فریب خورده مثل شما این کار انجام بشه. سپاس از شما سارای گرام. الان من جواب تو آخوند کثافتو میدم، تو الان سب کن، من جواب تو رو میدم. بذار من اول تکلیف بخش اولم روشن بشه. از شما جمهوری خواه، شما مشروط خواهان گیجه، شما سلطنت طلبای خجالتی، شما چماغکشایی که توی هامبورگ با چوب میایم به طرف بچه ها، احمق، ازت میخوام یه سوالی بکنم. تو این جمعیت رو ول کردی، ملت رو در داخل کشور ول کردی، شعارهای جاویدشاه رو ول کردی، افتادی دنبال دو تا سه تا اون زنه و اون مرد مزدوری که تو اون ماشین گاریه نشستن دارن شعار میدن و وگ 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 ملا موس وگ چه شعار انحرافی بدن. خب شما این ملت بزرگ ایران رو ول کردی دنبال این لگن فروشا و دنبال این انگلا، که من سابقه اینا رو میدونم، من بچه هامبورگ بودم، من سابقه اینا رو میدونم، من میدونم اینا کیان، من بچه این مملکتم، من بچه آلمانم، من میدونم اینا کیان. تو این ملت رو ول کردی افتادی دنبال اسمال بزاز جمهوری خواهی کثافت توده‌ای، میگید برید با اینا گفتگو کنی. من از تو مشروط خواه گیج، از تو سلطنت طلب خجالتی قشی، از تو من سوال میکنم نام یک قهرمان جمهوری خواهان بیار. جمهوری خواهان کثافت، انگل ها، مزدور ها، لای و لجن های اجتماع، اسم یک قهرمان ملیتون رو برای ما بیاری. نمیدونی؟ بس من بهتون بگم، میرزا کوچک خان انگلی میخواست گیلان رو جدا کنه، سید جعفر پیشوری آذربایجان رو میخواست جدا کنه، قاضی محمد کثافت کردستان رو میخواست جدا کنه، شیخ خزعل خوزستان رو میخواست جدا کنه، کاشانی، آخوند کاشانی که کثافت میخواست ایران رو به جمهوریت برسونه، رضا شاه بزرگ جلوش ایستاد، بعد یه مش احمق اومدن شایعه کردن. رضا شاه خودش میخواست ایران رو جمهوری بکنن، لعنت بر پدر و مادر کسی که مدرکش رو نیاره. فلون فلون شده چرا نشستی حدیث داری تعریف میکنی؟ حدیث حدیثه، چرت و پرته. مثل که من الان به شما بگم یک روزی شاهنشاه آریامه در امجدیه سخنرانی داشتن، حالا نه مدرکی هست نه صدای نه هیچی ها، بعد ایشون نه اصلا امجدیه رو نگم، اعلیحضرت یه روزی فرمودن که این رضا احمدی خیلی جمالش و عشق هست. کی گفته اینو؟ کجا گفته اینو؟ رو چه حساب من؟ این میشه حدیث، این میشه یه چیزی من از خودم در آوردم دارم میگم، مثل اینا که رو کتاب میخونن قلقلود، رو کتاب قلقلود میخونن. خب سند بیارید که رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین، یه سند بیارید. من نمیگم دروغه، اصلا راسته، من آقا بی سوادم، حقم سوال کنم، میخوام سند ببینم کجا رضا شاه بزرگ گفته من میخوام ایران بشه جمهوری. من بعد مردم گفتن نه تو رو حضرت عباس، بعد آخونده افتادن به دامن مبارک و به چکمه مبارک، نه تو رو خدا رضا خان بزا ایران بشه شاهنشاهی تو، هم بشه شاه، لعنت به پدر و مادر کسی که این سند رو نیاره. تموم شد دوران تیغلی شاه، تموم شد، تموم شد دیگه، چرت و پرت تموم شد، تموم شد که از کنار دیواری رد شدم بوی یاسی به مشامم خورد، آه عاشق شدم، چه موی زیبایی، مو نبوده دیدی، گربه بوده داشت در روی دیوار رد میشده، چرا داری بعد ولا میگی؟ عرق 55 هم زده بودی، عرقش خوب بوده، خیال کردی مثلا سوفی لورن رو دادی؟ نه بابا، مادر بزرگ مشتسم بوده،
چرا داری پرفلا میگی؟ برو بگی بخواب بابا جون حالت خوش نیست، صبح وقت میفهمی چه گرمی بالا آوردیدم نیوا. حضور شما عرض کنم، بنابراین یک قهرمان ملی جمهوری خواهان رو به من نام ببر. چرا خفه شدیم؟ خب ندارید، قهرماناتون اینا بودن که من گفتم آس بعدیتون کی بوده؟ سید روح الله الموسوی الخمینی، بزرگ لبادکاران، کسافت ترین کسافت بزرگ غرب. آقا این جمهوری نبوده، فلون فلون شده. مگه ملت ایران موش آزمایشگاهیه؟ 40 سال جمهوری اسلامی، بعد از جمهوری اسلامی میخواد جمهوری سوسیالیستی برای ما بیانی. 40 سال هم جمهوری سوسیالیستی، بعد مجاهدین بیان میگن 40 سال جمهوری دموکراتیک خلق اسلامی، بعد کمونیستا بیان میگن جمهوری کمونیستی، بعد ملی منقلیا بیان میگن جمهوری ملی منقلی. هیچ یه 150 سال ملت ایران از این دنده به اون دنده، از این دنده به اون دنده. آقای راننده بزن تو هم تو دنده، چی از ایران میمونه؟ هیچ. 20 سال دیگه علی میمونه حوزش، نه نفت است، نه گاز است، نه شرف است، نه ایرانی است، نه هیچی دیگه نیست. هیچی دیگه نیست. که چی؟ که شما بی شرفای جمهوری خواه، شما بی شرفای جمهوری خواه برسید به خواسته هاتون. اما تو چشمتون کورشه. دیدید گفتم هویت ملی قوی تر از قرآنه؟ گفتم هویت ملی، ملیت، ناسیونالیسم، میهن، میهن. چرا من میگم برنامه میهن پرستان بالای 16-17 ساله، 18-19 ساله، 20 ساله؟ چرا میگم میهن پرست؟ چرا هر جا میرم میگم اسم برنامه میهن پرستانه؟ چون میهن بالاتر از خداست. دیدید جواب داد؟ دیدید؟ کسی که میهنشو نپرسته، نه خدا رو میپرسته، نه پیغمبر رو میپرسته، نه دین رو میپرسته، نماز میخونه دروغ میگه، روزه میگیره دروغ میگه، کلیسا میره دروغ میگه، کنیسه میره دروغ میگه، مسجد میره دروغ میگه، تو عبادتگاه های بودا میره دروغ میگه، پیش زرتشت میره دروغ میگه، به زنش دروغ میگه، به مادرش دروغ میگه، به رفیقش دروغ میگه، به همه دروغ میگه، به خودش هم دروغ میگه. تو مملکتی که توش به دنیا اومدی، تو خاکی که به دنیا اومدی، تو این مملکتو نمیپرستی، احترامش نمیذاری، بعد تو اومدی دلیل هم از آزادی دموکراسی میزنی. فلو فلو شده. بنابراین بهتون گفتم میهن پرستی جواب میده. این نسل رو کشتید، نسل بعدی رو میخواین چیکار کنید؟ اون نسل رو کشتید، نسل بعدی رو میخواین چیکار کنید؟ منو کشتید. رضا احمدی‌ها رو دیدی تو هامبورگ؟ منو کشتید. رضا احمدی‌ها رو دیدی تو مونیخ؟ دیدی تو دوسلدورف؟ دیدی تو لندن؟ آره؟ اینجوری بلند میشه یه ملت. مگه رحیمی رو نکشتید؟ از هر قطره خون تیمسار رحیمی، خسرودا، ناجی، جهانبانی، نصیری، تمام اون عمرای ارتش شاهنشاه ایران، تمام اون سرهنگا، افسرا، درجدارا، سربازا، پاسبونا، تمام اون کسانی که ناحق، بی شرفا، ناحق، ناجوان مردانه به جوخای اعدام سپردنشون، از هر قطره خونش دیدید 1000 تا رحیمی اومد بیرون، 100,000 تا رحیمی اومد بیرون، 1,000,000 رحیمی اومد بیرون. اینا که تو هامبورگن، اینا تیمسار رحیمی هن. اونا که تو دوسلدورف هن، اونا تیمسار خسرو دادن. اونا که توی لندن هن، اونا تیمسار ناجی هن. اینا بچه های اونا. ماها بچه های اونایی. ماها بچه های اونایی. ما هم کشتی. با بچه های بعدی میخوان چیکار کنی؟ بچه های بعدی بیشتر اذیتتون میکنن. 20 سال پیش ملت بهتون فرصت داد. 20 سال پیش ملت اومد با اصلاحات اومد بیاد جلو. هر طوری بود، گول خورد، هر چی بود، این فرصت رو بهتون داد بی شرفا. این فرصت رو بهتون داد. قبول نکنی 10 سال دیگه یه فرصت دیگه بهتون داد. بازم بهتون فرصت داد. حالا تمومتون کرد. من میدونم که علی شیره‌ای چرا دستور داده گفته گردن به بالا بزنید. چون میدونه رژیم رفتنیه. ملت کارشان تمام است. به زودی تموم است. خواهید دید به زودی چه بلایی داره سرشون میاد. خواهید دید. خیلی خبرها تو راهه. خیلی خبرها تو راهه. علی شیره‌ای کهیر زده. خیلی خبرها تو راهه. خیلی خبرها تو راهه. صبر کنید. صبر کنید. فقط همین مسیر رو برین جلو. عالی دارید کار میکنید. دمتون گرم. خاک بر سر اینایی که تو خارج از کشور گفتن ملت ایران نمیفهمه، شعور نداره، سیاسی نیست. دیدید از همتون با از هممون با شعور ترن؟ دیدید از هممون بهتر میفهمن؟ دیدید چه بلایی سرتون آوردن؟ در عرض یک هفته از اون جمعه تا این دوشنبه 7 و 8 و 9 روزه تمام استدلالای جهانی رو به هم زدن. اروپا به این درجه رسید که آقا دیگه نمیشه کنترلش کرد، دیگه باید نشون بدید تو تلویزیونها. جلسه پشت جلسه تو این آلمان کار کشیده به جلسه اضطراری در بوندستاگ آلمان، در مجلس آلمان، فقط برای مسئله ایران. چرا برای عراق جلسه نذاشتی؟ چرا برای لبنان نذاشتی؟ چرا برای 6 7 سال جنگ داخلی سوریه نذاشتی؟ ایران چیزی 4 5 روزه چیزی نشده. چی شو؟ چرا جلسه گذاشتی؟ چون اونایی که باید بفهمن میفهمن. کارشان تمام است. تموم شد جمهوری اسلامی.
حالا بچهای مردم هم آوردن نشوندن اونجا، لابلاش هم 7-8 تا بسیجی اینا همه تمه خیر نگه اینا همه گرفتن از خودشون هم هستن نشوندن اونجا، بعد میگن که آخونده کسافت یادت نره این فیلم ها، یادت نره ها، اگر زنده موندی تو همون مدرسه ای که داری این زرا رو میزنی همونجا رو صندلی مینشونیمه. میگیم یادت میاد اون روز؟ آره بی شرف، یادت میاد به بچه ها چی میگفتی؟ به بچه ها میگفتی که اونایی که تحریکتون کردن فقط اسامی اونا رو بگین، اینا کار منافقین و سلطنت طلبا و عربستان و صهیونیست بین المللیه. آره تو بمیری. نه این فقط کار ملت ایرانه، فقط یه جاشو درست گفتی. آره این کار پهلویاست، ملت پهلوی رو میخواد. رضا پهلوی به اینا گفت بیاین تو خیابون، رضا پهلوی گفته بیاین تو خیابون بگین جاوید به من، رضا پهلوی گفته بیاین تو خیابون بگین روح پدر بزرگ من شاد، رضا پهلوی گفته مردم بیاین تو خیابون و بگین روح بابای من شاد، رضا پهلوی گفته بیاین تو خیابون بگین ولی از کجایی به داد ما بیایین، رضا پهلوی گفته بیاین تو خیابونا بگین پهلوی پهلوی، رضا پهلوی میگه بیاین تو خیابون بگین ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، رضا پهلوی گفته اینا رو. نه این هویت ملیه، این اون چیزیه که از ملت گرفتیم. این همه پول خرج لگن فروش دوز کردید، پولاتون رفت باد هوا. این همه پول خرج حمید پا انداز کردید، پولاتون رفت باد هوا. این همه پول خرج کردید برای اون طویله علی منقلی، پولاتون رفت باد هوا. این همه پول خرج کردید، این همه سناریو درست کردید، این همه گفتید منافقین منافقین منافقین، آی منافقین، دشمن دشمن، منافق دشمن، اسرائیل دشمن، آی صهیونیست، آی برادران فلسطین، همش مالی. تموم شد. بچه های مملکت با همون لباس های ساده، بدون هیچ آموزش سیاسی، بدون هیچ گونه آموزش جنگ های خیابانی، بدون هیچ دوره های چریکی توی کوه های این ور اون ور، اومدن تو خیابونا دارن میگن ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره، اومدن میگن پهلوی کجایی به داد ما بیایی، اومدن میگن تنها ره رهایی. تا چشمتون کورش این شعار داده شد، تنها ره رهایی بازگشت پادشاهی است. تموم شد. علی شیره ای کیش و مار، هیچ خالی هم نبند، شایع هم نده وزارت اطلاعات انتزه، علی شیره ای هواپیمایش آماده است بره مسکو، فلون فلون شده، تو رو تا شاب دلازیم هم نمیتونی بری. اگه صدام دونست دره تو هم در میری، اگه قرار به فرار بود بشار اسد فرار میکرد، خودت هم میدونی هیچ جایی نداری. تموم شد. فقط با این تفاوت که دنیا به زن و بچه صدام حسین رحم کرد، دنیا اجازه داد زن و بچه اون بره تو اردن، به زن و بچه و به تمام اون بیشرفایی که تو طویله جواران و طویله رهبران رحم نخواه، رحم بهتون نخواهند کرد. تموم شد. یادتون میاد اینجا نشستم چقدر بهتون گفتم؟ یادتون میاد پاسدارا بسیجی یادتونه، ارتش یادتونه، نیروهای انتظامی یادتونه؟ برگردی به سمت ملت، ملت بد بلایی سرتون میارن و حالا گردن به بالا میزنی، حالا ببین چجوری گردنتون رو بزنن. من خیلی از این خجالتی هم آخو نباید اینها رو گفت، اینها میترسن و بعد به جامعه ما بر نمیگردن و وگر به دامن ما بر نگردن مثلا میرن تو شلوار ما. نه خودشون میدونن چه غلطی کردن. اون یونیفرمو در میاری میای به سمت ملت ایران میگی غلط کردم، عکس منم چاپ کنید بگید غلط کردم، من اسمم فلانیه، غلط کردم، غلط کردم، من به سمعش رسما اعلام کنید دارم بهتون میگم شمارش معکوس آغاز شده، بدطوری آغاز شده. حالا نگاه کنید اتهاماتی که دارن به ملت ایران میزنن، نگاه کنید به چشم خودتون علی شیره بیشرف و پاسدارا و بسیجاش تو خیابونا. سرکار بانو لطف بفرمایید شماره 3 رو خواهش میکنم از حضورتون. مردم ببخشید من مجبورم صدای علی شیره کثافت رو بذارم، گوش کنید. خیلی معذرت میخوام، میدونم حالتون به هم میخوره، خیلی ازتون معذرت میخوام. بعد از برنامه برها یک کیسه نایلون یک چیزی بذاریم دم دستتون. این که خب بله، یقینا بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشن یا ناراحت میشن وحشی، یا به ضررشونه یا خیال میکنن به ضررشونه، به هر تقدیر ناراضی میشن. لکن آتش زدن به فلون بانگ این کار مردم نیست، این کار اشراره، کار اشراره، اینو باید توجه داشت. وحشی در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، چین ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان میشن. بله بله بله
و این جور مفاسد رو به بار میارن. این مفاسد هیچ مشکلی رو درست نمیکنه، جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی رو هم اضافه میکنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است. اینا قصدشون اینه. سپاس از شما بانو سارای گرامی. خب بیشرف کی داشت تخریب میکرد؟ بیشرف آخوند کثافت، مزدور، نوکر انگلیس، کی داشت تخریب میکرد؟ یک بلایی به سرتون بیاریم، یک بلایی به سرتون بیاریم که روزی هزار دفعه به اون یارو مرتیکی که بهش میگن الله به اون فوش بدید که تخم و ترکه های شما رو زیر شطور مثل چپش پخش کرد. بیشرفا کثافت تر از آخوند در تاریخ بشریت وجود نداره و هر کس طرفدار شماست. دارم بهتون میگم ما هیچ سازشی با اتون نداریم، ما هیچ گفتگویی دیگه با اتون نداریم. تموم شد، ممر لولو برد. بگرد تا بگردی، بجنگ تا بجنگی، هرچی بکشید ما بیشتر شاکی میشیم، هرچی دستگیر کنید بیشتر شاکی میشیم، هرچی زخمی کنید بیشتر شاکی میشیم، هر بلایی سرمون بیارید به نفع ماست. یادتون میاد اون بیمار روانی بزرگ لواطکاران چی گفت؟ خمینی کثافت گفت بکشید ما را، ما زنده تر میشویم. حالا من بهتون میگم بکشید ما را، ما بیدارتر میشویم، چون ما زنده هستیم، ما مرده نیستیم. ایرانی مرده نیست، چون ایرانی مرده پرست نیست. شما خواستید ایرانی رو بکنید مرده پرست. محرم الحرام و ماه کثافت رمضان و ذی‌قعده و نمیدونم سفر و خفه بمیری، کثافت های آشغال. ایرانی اهل بشکن و بالا بنداز، ایرانی اهل شب نشینی، ایرانی اهل عشق، ایرانی عشق باز، اهل حال، اهل عشق، اهل رقص، اهل موزیک گوش کردن. شب یلدا داره، شب نشینی داره، تا چشمتون کورشه. ما 14 روز نوروز فقط میشکنیم و میخوریم و مینوشیم و میرقصیم و لباس نو میپوشیم و میریم خونه هم دیگه، هر جا میریم بخور بخوره، تا چشمتون کورشه، تا دندتون نرشه. ایرانی اهل عشقه، تا چشمتون کورشه. تو این 40 سال دیدید بازم عشقمونو کردین. اون خمینیتون که به درک واصل شد بهترین بهانه شد که بچه‌ها برن جاده چالوس بیشتر عرق بخورن، بیشتر حال کنن. تا چشمتون کورشه تمام ملت ایران روز مرگ اون بی پدر و مادر بیشتر حال میکنه، بیشتر عشق میکنه. تو چشمتون کور بشه و چشم رفیقاتون تو لس آنجلس. این شرفای دوست علی شیرئی تموم شد کاره. بعد بلایی داره سرت میاد. حالا برو یه مش انگل رو جمع کن تو خیابونای تهران. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. عکس ترامپ رو درست کنم مثلا با جوراب و اینا. تاوان آتش زدن پرچم اسرائیل، تاوان آتش زدن پرچم امریکا، تاوان گرفتن 444 روز 52 دیپلمات امریکایی، تاوان آتش زدن سفارت اسرائیل، تاوان پرتاب موشک توی شهرهای اسرائیل، تاوان بمبگذاری در امریکا، تاوان کشتن یهودیان، تاوان کشتن مسیحیان، تاوان همه اینا رو خواهید داد. بد طوری تاوان میدید. من روزی 100 رکتم براتون از همین امشب نماز وحشت بخونم بازم کمه. تو بمیری همتون رو کفن کردم، همتون رو کردم تو پهه یا تو جای جمع کردم، فرق نمیکنه. پهن و جمع کردن یکیه. بانو تمنا میکنم شماره 4 بریم نگاه کنیم، شماره 4 رو. باریکلا به بچه ها، دمتون گرم. آفرین آفرین آفرین، باریکلا. همه تو خسته نباشید، ادامه بدید ها بچه ها، ادامه بدید ها. نبرد ادامه داره تا پیروزی. بچه های تهران، بچه های اصفهان، شیراز، آبادان، باریکلا به پا خواست. آفرین آفرین بچه های شما، تکون خوردن. باریکلا نبرد ادامه داره ها، باریکلا بچه های خرمشهر، تکون بخورید بچه ها، تکون بخورید. نبرد تا پیروزی. بچه ها بالای 300 تا از بچه های مملکتمون رو کشتن ها، 2-3 هزار نفر رو دستگیر کردن، تو زندان ها دارن شکنجه میکنن ها. خانواده های زندانی ها ساکت نشینی، کلی از بچه ها رو زخمی کردن و رفتن از تو بیمارستان ها بچه های زخمی رو و میدارم میارم تو بازداشتگاه ها. بچه ها واند اینا رفیقاتونن ها، اینا بغل دست شما داشتن به نفع مملکت داشتن شعار میدن. بچه های آزادی خواه رو کشتن و بابک ها رو کشتن. بچه ها ساکت نکنید ها، نندازید پشت گوش. عراق رو نگاه کنید چه رفته، از چه خبره. لبنان رو نگاه کنید، نرید تو خونه نگاه کنید بچه های عراق دارن چی کار میکنن. به غلط کردن انداختن رژیم عراق رو. ما از عراقی ها کوتاه‌تر و کمتر نیستیم ها.
عراق نزدیک 10-15 سال تو جنگ داخلی بدبخت. بچه‌ها حواستون باشه، حقتون رو بگیری. این تهمیدیون تهمیدیان نیست. واند اینا بچه‌ها، واندی بچه‌های بلوچ، بچه‌های ترکمن، بچه‌های آذربایجان، کردستان، واندی دا. این تهمیدیون تهمیدیان نیست. این بار باید بریم برای سرنگونی. تا سرنگون نشدن دیگه ساکت نمیشه. دیگه نباید ایران ساکت بشه. دیگه نباید ایران ساکت بشه. هر روز یه گوشش باید بلند شه. هر روز باید اون مملکت شلوغ بشه. بلند شید بچه‌ها، تمومشون کنید. بانو تمنا میکنم حضورتون. شیراز 28 آبان 2578، پل هوایی چمران، جاوید چاه، پاینده ایران، پاینده پهلوی اسم. اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم، پهلوی سوم. بریزید. رضا شاه روحت شاد. این از شعار ملی. رضا رضا پهلوی. بده جاوید شاه، رضا شاه، روحت شاد، شاهر شاه، روحت شاد، رضا شاه، روحت شاد. ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره. خونه تون بیاید بیرون، ای عاشقان ایران. جاوید جان میبینیم، میبینیم، ایران رو پس بگیریم. شاهد شد، روحت شد. سیرجان میدان پلیس رو شعاره اصلی اطلاعاتی تیار شد. مشهد مقدس دمشونگر، ماشینا رو هم پارک کردن تو راسته وکیل آباد. سپاس از شما بانو سارا گرامی، لطف محبت کردی. خب بچه عالی بود، دمتون گرم. این شلوارکه شلوارکه این جریان دو ساله پیش بچه های کرموشان، اینو فقط به خاطر یادآوری پخش کردم به بسیجی ها، به اونه که نفوذی میای تو مردم. دیدی چجوری شلوارکه شلوارکه، دیدین چجوری شلوارتون در آوردن؟ آره، این صحنه ها رو به زودی خواهید دید، فقط نه در کرموشان، این دفعه تو تمام ایران شلوارتون در میارن. مطمئن مطمئن باشید. این تو به میری اون تو میری نیست، چون بالای 300 تا از بچه های مملکت ما رو به قتل رسوندید، بد طوری زدید، یعنی به قصد کش زدید، کمر به گردن به بالا، بد طوری زدید، بد طوری کشتی، بد بلایی سرتون بچه ها میارن. این بچه ها دیگه ساکت نمیشن، دیگه ساکت نمیشن. دم اون احمق گرم که بنزین رو گرون کرد، چون ما منتظر این جرقه برای چند ماه بعد بودیم، جرقه رو راه انداختیم، چند ماه ما رو جلو انداختیم، اون چند ماه دیگه قراره تموم شه کارتون، بعد بلای سرتون میاری. آفرین بچه ها، دمتون گرم، عالی بود کارتون. حالا بریم نگاه کنیم بچه های ایران، ببینید هم میهنان شما
ببینید بچه‌های میهن پرست شعارهای شما رو و وظایف خودشون رو دارن انجام میدن. اینی که بهتون میگم خیال نکنید همه تو خارج از کشور بشکم میزنن و کنسرت میدن، نه، بچه‌های میهن پرست همیشه بهتون گفتم ما بچه‌های میهن پرست بودیم، ما نه اینکه نبودیم، ما عاشقان پهلوی نه اینکه نبودیم، جا و مکان نداشتیم، کسی نبود ما رو جمع و جورمون بکنه، جایی نبود، از بس تومون نفوذی اومده بودن، به اسم مشروطه خواه نفوذی اومده بودن، کنگره به قول خودشون میزنن دارن جلسه میزنن تو لندن، هر بی پدر و مادری سرش میندازه میره اونجا و رسما داره میگه بیاین بریم بشین با تجزیه طلبها گفتگو کنید، مثل علی صارمون بی شرف مزدور، بابا یکی بیاد به من بگه آیا شما نمیدونید علی صارمون کیه؟ اگه نمیدونید پس چرا میگی ما حزب و گروه داریم؟ اگر میدونید چرا میذارید اون بیا اونجا؟ آقا آزادی دموکراسی لیبرالیسم، آقا جان جنگه نه صلح، تو صلح تو زمان آشتی آدم خیلی تعارف ها میکنه. جون من داداش تو رو خدا بفرما سر میز ما، قربونت برم، مخلصتم، یه حرفا چیه؟ تو رو خدا من و شما نداری، آقا پاشو بیا صندلی رو برده بیا. اون تعارف سر اون شرایط همه شنگولن، همه با هم رفیقن، اگه کافه به هم بخوره دیگه کسی به کسی تعارف نمیکنه، باید یا به فکر یا بزه دری از تو کافه، یا اگه میخواد واسه اون تو اونجا صندلی و شیشه آبجوی که میزن تو سر کلت می درو داغونت میکنن. دعواست، جنگ ما با جمهوری اسلامی تو جنگیم، تعارف نداریم با کسی، غلط کنه به گور پدر آخوندش خندیده مردی که کسافت که سرش میندازه پایین میاد میشینه تو خونه ستارخان و باقرخان، به گور پدر آخوندش میخنده مردی که کسافت، و بعد برید اون مردی که شهریار نمیدونیم که آه میکشه اونو بردنیم برید بشه اون پشت بره بشینه، بعد اون بشه یک کسی که مردم از اون سوال کنن، مردی که جاسوس کثافت نوکر انگلیس، بی شرف بی پدر و مادر آشغال. کجاییم؟ مثل که حالتون واقعا خوش نیست، به اسم مشروطه خواه چرا دارین ضد رضا پهلوی کار میکنین؟ نذارید خیلی چیزها رو من بگم، هنوزم دارم حرمت میگیرم، بس کنید نریز زیر کت یه لگن فروش دوز، این داره بین ما تفرقه میندازه چون خونه اون کثافت تو رگشه. بانو تمنا میکنم حضورتون شماره 6 رو پخش کنید، ممنونتون میشه. اینجا تظاهرات لندن بچه ها، دم بچه های لندن گرم. بیان خودشیش مقابل سفارت امریکا در روز 22 ماه نوامبر همکانون از اکثر نقاط ویان اومدن اینجا و یه حمایشی رو در اعتراض به فیلترینگ اینترنت در ایران گذاشتن و دارن یک صدا فریاد. سپاس از شما بانو سارا گرامی. بعدیش هم بچه های اتریش بودن، یادم رفت بگم، بچه ها در وین بودن، لندن بود و عرض کنم وین اتریش، دستتون درد نکنه، عالی بود کارتون بچه ها، خسته نباشید، دمتون گرم، آفرین عالی بود کارتون. یه کمی سعی کنید دوستان که لطف میکنید این فیلم ها دیگه اینجا خارج از کشور دیگه میتونید با خیال راحت یه مقداری دورتر وایسید و یه کمی قشنگتر و اینا لطف و محبت بکنید بفرستین تو کانال تلگرام من، ممنونتون میشم. دستتون درد نکنه، گفتم بهتون همه رو من پخش میکنم، دستتون درد نکنه، بچه ها تو لندن تو وین اتریش خسته نباشن. در ضمن بعد از پایان برنامه امشب تظاهراتی که بوده در لس آنجلس یه گوشه هایشو فکر کنم حدود 30 دقیقه باشه از تلویزیون پخش میشه که نگاه کنید گرد همایی میهن پرستان واقعی در لس آنجلس، یعنی
بچه های هامبورگ بودن، آخری هم بچه های دوسلدورف بودن. باریکلا، شنیدید همیهنان عزیز داخل کشور، اینا همیهنان شما در خارج از کشور، اینا اون قسمت باقی مانده با شرفا، اینا اونایی هستن که غیر قنبیله نمیریزن، اومدن تو خیابونا عکس اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم وارث تاج و تخت، شاهنشاه قانونی کشور، پادشاه عزیز ایران، کوروش زمان رو عکسای اعلیحضرت رو دست گرفتن، شعار جاوید شاه میدن و شعارهایی که شما در ایران دادید، شما تو ایران گفتین جاوید شاه، اینا میگن جاوید شاه، شما در ایران میگین ایران که شاه نداره، حساب و کتاب نداریم، بچه‌هام دارن همونو میگن، شما در داخل کشور میگین پهلوی کجایی به داد ما بیای، بچه‌ها دارن همونو میگن، هر چی شما در داخل کشور گفتید بچه‌ها همونو میگن، مرگ بر خامنه ای گفتن، مرگ بر جمهوری اسلامی گفتن، ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد، هر چی گفتید گفتن، که به این بچه‌ها میگن شما نباید شعار فرقه ای بدین، مردم اینترنت ندارن، مردم فقیرن، آزادی آزادی آزادی. اونی که خیال میکنی لگن فروش دزد بی شرف بی غیرت، اونی که خیال میکنی ماهیم و خودتی، گفتم بهت که مالی تموم شد، ممه لولو برد، بطوری هم برد، تو ببینی باید بری همینطوری بگردی تو کالیفرنیا دنبال لولو، مثل اون که بقل لست میشین اونی اولو لولو، اون که با بس گردن انداختنش بیرون، دانی که حالا بشینه برای خودتون شعرا درست کنی بیشعور احمق، اون چشیده رو هنوز نخوردید، مثل که نه مثل علی شیره ای شدید دیگه، چون از تخم و ترکه اونید، علی شیره هم هنوز چشیده رو نخورده که یه مش الدنگ احمق بیکار بیار ریخته تو خیابونا، یه مده بدبخت کارمند و کارگر و زندونی و آقا اگه نه یه حقوق بهت نمیدیم، اگه نه یه اعدامت میکنیم، ملت بدبخت اجیر کردن ریختن تو خیابونا، تموم شد علی شیره ای، تموم شد، من برای لولو برد، اون 22 بهمنت بود میگه دیدی نشون دادی،
اونم تازه و عاشورا دون بود که خر دجال خوردین جای دوست دشمنو داشتین تو خیابونا نشون میدادین و امام حسین رقاص ندیده بودیم که تو تاسوع عاشورا امسالتون دیدیم. یزید دریاکی ندیده بودیم که یزید هم پای منقل نشست داشت دریا کشته بود جلوش، فیلماش هم خودمون نشون دادیم. اون تاسوع عاشورا تون، این هم از 22 بهمن تون، این هم از این تظاهراتتون. حالا این نشستن توی یه طویله اسمشو گذاشتن نامبر وان، بعد میگن که جناب آقای دکتر فلان فلان شده چی چی یارو اسم البزاز، شما به نظرت یک شورای الان درست نکنی؟ بله بله الان وقت شوراست، یه شورای درست کنی، همچین درشتاش هم باید سبا کنی. تو چه درست نمی کنی؟ مگه قرار نبود انقلاب سفیدی در راه است؟ یه کسایی تو این انقلاب سفید هستن، خیلی اگه بهتون بگم باورتون نمیشه، مثل گرازم چیز میکنه نفس میکشه. خب چی شد پس انقلاب سفیدتون؟ مگه قرار نبود انقلاب سفید را بندازیم؟ پس چی شد؟ پس ما پستیم، ما پستیم، پس این همه چریدیم، پس دمتون گو، پس چه انقلاب آخریم، پس چرا نمیشه؟ گفتم بهتون که هیچی نیستین، هیچ فوقی نیستین، از اولش هم نبودی، می خودکی گنده شده بودی که من اومدم با یه سوزن خوابوندمتون. دانی که آقای امیر و مادرشون، جناب امیر و مادرشون از اوهایو 20 دلار، سپاس از شما لطف و محبت کردید. سرکار بانو فرح 50 دلار، سپاس از شما بانو فرح گرامی. و سرکار بانو نانسی از امریکا 30 دلار. دست همتون درد نکنه، دمتون گرم، خسته هم نباشید. بچه ها وقت داریم ادامه بدید. دیدید بچه های امریکا رو، بچه های آلمانو توی هامبورگ و تو دوسلدورف رو، آره، بچه های فرانکفورت و عرض کنم مونیخ و جاهای دیگه، عکس ها رو بفرستید، فیلم ها رو بفرستید، اگه فیلم باشه که بهتره، نبودم مهم نیست، عکس بفرستید، اونا رو ما پخش خواهیم کرد. اما یه چیزی بگم خیلی جالب، محسن چریک کجایی؟ الو محسن چریک نیستی؟ مگه نگفتی اگه پهلوی برگرده اسلحه دستم میگیرم؟ پس کوش اسلحه نداری؟ تیرکمونی چیز میزی نداری خونه؟ پس چرا زر زیادی میزدی محسن چریک؟ دیگه روز از این تنگتر ملل ریخته تو قیابونا، میگه جاوید شاه نکنه خود زدی به کوچه علی چم، نکنه کر شدی ها، این کشیده مزید که خیلی سنگین بوده. این یارو صادق کسافت کلام، صادق کسافت کلام، تو که داشتید عرر میکردی میگفتی من چون استاد دانشگاه هستم اهل جنگ نیستم، من اصلا از تفنگ و فشنگ و این چیزا خوشم نمیاد، تو میری خیلی تو دموکرات و خیلی تو اصلا باسوادی، کسافت کلام، صادق کسافت کلام، واقعا کسافت کلامی تو، مگه ادعا نمی کردی میگفتی ولی اگه لازم باشه برای حفظ نظام اون موقع منم تفنگ دستم میگیرم؟ خب بچه دستت نمیگیری تفنگ؟ خب بی دسته، چرا نمیگیری دستت به تو خیابون؟ خب یه دیگه تو ببینی واسه دم پختک بچه ها حاضر کردن تو خیابون، خب بیان، چرا باید زهر میزدید اینقدر؟ چرا شعار میدادی؟ خب پاشون بیاین دیگه، بچه ها منتظرتونن، به خدا براتون چیز هم گشتن، شراب شیرینی هم هست تو خیابون شیراز، پاشید بیاید، شراب هم هست، بهتون میخوان شراب بدن. همینان عزیز، خانم و آقایون، نهضت دوم مشروطیت در راه است، به شرافت بشری سوگند. اگر شما رفتید از این مشروط خواهای گیج و از این سلطنت طلبای خجالتی، اگر شما از اینا پرسیدید نهضت دوم مشروطیت یعنی چی و اینها به شما پاسخ دادن، من دست از تمام ادعای سیاسی برمیدارم. برید بپرسید اصلا نهضت یعنی چی. و چرا ما نمیگیم، چرا نمیگیم قیام مشروطیت، چرا میگیم نهضت مشروطیت؟ اگر اینا یه جواب به شما دادن، همینا که میگن ما حزب داری، بعد مگه ادام نمی کنید میگید این ور اونور با همون مصاحبه میکنن؟ ترستون از چیه؟ ما که خودمون باهاتون گفتگو کردیم، چیزی نداشتیم برای گفتن. چرا من آوردم باهاتون گفتگو کردم؟ چون به ملت نشون بدم شما هیچی ندارید برای گفتگو کردن، هیچی ندارید، هیچی تو دستاتون نیست، تنها چیزی که تو دستتونه کمکای حزب دموکرات امریکا. شما با پول قدرتمند شدید، ولی تا یک زمانی پول به انسان قدرت میده، چون درون وقتی خالی باشه، بی سواد که باشی، بنمایه که نداشته باشی، تمام سوادت تو کتابی باشه که جلوته،
و تمام سوادت به اون دو خطی باشه که قبل از برنامه رفتی دو خط خوندی که امشب بیایم رو این دو سه خط بیایم اینو بکنیم یه موضوعی اینو بندازیم وسط. خب من خودم قاپ قمارخونم فلون فروش رو بریم لگم فروش دوست خلاصه فرمودی؟ چون سواد سیاسی ندارید مجبورید آویزون بشید به فحاشی. مثل یه عده‌ای بودن که میومدن اینجا میشستن سواد سیاسی نداشتن مجبور بودن بزنن به سرهای کربلا رو فوش خارمادر بدن و عکس خمینی رو آتیش بزنن. اون چیزی دیگه برای گفتن نداشتن. چون سواد سیاسی ندارید ندارید سواد سیاسی فقط به این نیست دستو بزنید رو زیر چونت بری با فلانی مصاحبه کنید. چون اون بیشعوری هم که با تو صحبت میکنه اون احمق هم از تو احمق داره. چون احمق وقتی که اون داره حرف میزنه تو اصلا نمیفهمی اسمال بزاز چجوری سر کارتون گذاشته. بیشعور اون جواد خالدار میختون کرده. اون آدم باسوادیه. اون جواد خالدار در چارچوب کمونیسم میختون کرده. اون با کتابای کمونیستی دک و پوزتون آورده پایین. ولی اون تو پلتا که اومد جلو ما جرأت نکرد با ما حرف بزنه چون ما خوابوندیمش. خب سواد سیاسی ندارید. اگر سواد سیاسی داشتید از این حرکتی که در ایران آغاز شده بهترین بهره برداری رو میکردید. نه بهره برداری شخصی، بهره برداری سیاسی. به چه راهی؟ به راه آزادی ایران. من نمیتونم بیام اینجا بگم جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه، اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم، پهلوی سوم. بیام اینجوری از خودم ادا اصول در بیارم بعد همین الان بگم امشب من یه مهمانی دارم کیه؟ آذرپاکوتا. چه کار است؟ صیغه‌ای منصور حکمت که اگر من بخوام زندگی خصوصی اینو برای شما بگم خدا رحمت کنه اون بانوان محترم در اون محله معروف تهران رو. خدا واقعا رحمتشون کنه. خدا بیامرزتشون. خدا بیامرزتشون. بلنده و چارچشمه و بقیه ماجرا. یا این مینا بی دندون تو آلمان ها. خب سواد سیاسی نداری. اگر سواد سیاسی داشتید بیشعورا میفهمیدید که کجا ایستادید. الان کجا ایستادید؟ ما الان کجا ایستادیم؟ اگر سواد سیاسی داشتید یه مش انگل 18 نفر رو انگل رو علم نمی‌کردید تو هامبورگ جلوی جاوید شاه رو بگیرن. میدونید چه گندی بالا آوردی؟ اون یارو ببین چقدر زرنگ بود. من عطایش به لقایش بخشیدم. من دیگه از سیاست تو هامبورگ کشیدم کنار. اون فهمید چه گندی بالا آورده. اون فهمید. چون من میدونم اون چه آدم زرنگیه. البته زرنگ توی مسائل یا نه خیر کردن با سواد با شعوری باشه. خب بچه آموریم من بچه آلمانم میدونم دارم چی میگم. من اینا رو میشناسم. من همه اینا رو تخمه زدم به تخمه گندیده زدم به دندونم تو دوسلدورف، اسن، کل، مونیخ، فرانکفورت. بچه‌ها توی شهر کاسل اومدن تو خیابونا یه عده اومدن بگن جاوید شاه کمونیستا و بعد تجزیه طلب پرچم کردستان علم کردن تجزیه طلب با چوب و چماق گفتن به جون بچه‌های مشروطه خواه. من میدونم اینا کیان. من میشه من سردسته هاتون رو میشناسم. من میدونم اون انگلای تو هانوفر رو میشناسم. تو بچه ها تو منچستر دوستای ما گزارش دارن برای من، مثلا لایو برای من تلفن زد همرز ما حمید میگه آقا اینجا رفتیم به یارو میگیم بگی جاوید چون یا آقا به من گفتن این شعارا رو بده بیا میکروفون رو بگی خودت بگو جاوید چون. رفیق من میکروفون رو گرفته داره میگه جاوید چون جاوید چون. 7-8 نفرم شعارا تا میشنون میگن جاوید چون. یه عده با چوب و چماق و اینا، نه به دروغ بهتون نمیگم چوب و چماق، واقعا با چوب و چماق، با این چوبایی که پرچم داره، پرچمای تجزیه طلبا. آها چیکار میکنه اینا؟ من داشتم خودم داشتم میشینیدم با گوش خودم داشتم میشینیدم که گفتم حمید ولشون کن بیا کنار درگیری ایجاد نکنید. گفت تعداد ما کمه، اینا تعدادشون زیاده، نزدیک 30-40 نفر اینا، ما 7-8-10 نفر میشینیم. گفتم میشد درگیری چه نشد ول کن اصفهشون بیاین بیرون. ببین اصلا بریم بیرون ولشون کنید، اصلا اینکه قرار نبوده تو منچستر کسی دور هم جمع بشه. ببینید سواد سیاسی ندارید. اگر سواد سیاسی داشتید احمق، بهت یک نصیحت میکنم، لگن فروش بی شرف بی غیرت دوست کلاش، کسی که میگوید من تو کار سیاسیم بی شعور، باید ببینه چه ملتش چی میخواد. شاهنشاه آریامر فرمودن ما وعده تمدن بزرگ را میدهیم، فکر میکنم آنها به شما وعده وحشت بزرگ را بدهند. این دیگه مقایسهش با ملت ایران است که وعده تمدن بزرگ ما را قبول کنن یا وعده وحشت بزرگ رو.
بیشعور. تو که تو اون دوران 10 سالت که نبوده، حداقل 27 سالت بوده، بیشعور بی سواد. حتی اینو آویز گوش خودت نکردی؟ شاهنشاه با علم به این مسئله که ملتش رو نصیحت کرد که ملت احمق، من دارم به تو تمدن بزرگ رو میدم، تو اومدی دنبال چیز جهنم بزرگی، وحشت بزرگی بود، جهنم بریم دنبال وحشت. با همه این شرایط بازم ایستاد، بازم ارتش رو آورد تو خیابون که بلکه مردم این دو تانک‌ها رو ببینن بترسن، ارتش رو ببینن بترسن، آروم بشن. اومد نشست تو آبان ما جلو دوربین تلویزیون ناخواسته، نه ندانسته، اینقدر نه این شاه نمیدونست، شاه میدونست، میفهمید، با شعورترین سیاست مدار قرن 20 بود، اومد و ناخواسته باز نصیحتمون کرد، بچه ها نکنید، جوان ها نکنید، روحانیون نکنید، دانشجو نکنید، سران گروه های سیاسی، یعنی جبه کثافت ملی، یعنی توده یا همیشه خواهیم بی شرف، و اگه با منم مشکل شخصی دارید، اگه از من بدتون هم میاد، اینجا مسئله ایرانه، به ایران بیاندیشید، نکنید. وقتی دید گوشنوده که گروه باباتون سهراب ما شد رفت، من نمیکشم، من نمیکشم، من ملت آقا منو نمیخواد به هر دلیلی، من میدونم داره اشتباه میکنه، من میدونم 7-8 اما دیگه این ملت میشینه میزن تو سرش، من میدونم یه روزی چراغ ور میدارین دنبالم میگردین، من میدونم یه روزی میگین چه غلطی کردم، من میدونم که یه روزی در دل تاریکی ها میگین وای خدا بیا مرزتش چه اشتباهی کردی که دارن میگن، من میدونم که اگه برم با خودم برکت رو میبرم، شرف رو میبرم، غیرت رو میبرم، حیثیت رو میبرم، نون رو میبرم، خوشی رو میبرم، خنده رو میبرم، آزادی رو میبرم، دموکراسی رو میبرم، حیثیت میبرم، من همه چی رو با خودم میذارم تو این چمدون میبرم. خواهید دید، دیدیم دیگه، کور که نیستیم که، دیدیم دیگه، دیدیم که به ناموسمون چجوری تجاوز شد، دیدیم که بچه‌هامون سر صد آشغال چجوری دارن غذا میخورن، دیدیم که جوونامونو دست دست بردن تو جبهه چیکار کردن، دیدیم که دخترامو پسرامونو بردن تو زندان اوین دادن دست لاجوردی و خلخالی و ری شهری و گیدانی چیکارمون کردن، دیدیم که چه بلایی به سرمون آوردن، دیدیم که الان دارن گردن به بالا میزنن. گفت میدونه شاه، میدونه شاه، شاهنشاه پدر ایران بود، اون خدا بیامرز. بی شعورا اقلا از اون یاد بگیری که وقتی فهمید، به چشمش دید که این ملت نمیخواد، که خدافظ شما. نه آقا نمیخوام، من نمیخوام اینو چیکارشون کنم. امشب سرکوبشون کردم، 10,000 نفر، 50,000 نفر، 100 اصلا هر چی، 1,000,000 نفر آدمم کشتم، فکر 5 سال دیگه رو بعدم بکنم. آقا اینو نمیخوام، بعد این بشه یه مستمسک که دو دست توده‌ای ها بود، دو دست مصدقی ها. حالا بگن سال 57 ملت بلند شد، یک روحانی بسیار شریفی، مرد خدا بود، گاندی زمان بود، نذاش اون بیاد، اگه اون میومد ایران میشد آمریکا. نه من میرم که ببینید ایران تویلم نخواهد شد، چه برسه به آمریکا که دیدید که شد، دور از حضور ملتش. خب از اون یاد بگیرید، یه ملت اومده تو خیابونا، چرا خودتون زدین به خریه؟ جوون اومده تو خیابونا، کورید کرید مگه؟ مثل جریان دو سال پیش که میگن 7-8 تا شهر بوده، یه چیزایی هم راجع به شاهزاده گفتن. اگه رودو برم سرتق، اگه رودو برم بچه پر رو، یه بزره بود تو محل ما، این هر چی کتک میخورد بلند میشد کتک میخورد، من به خدا میرزم بچه گناه داره، نزنینش اینو، بابا بچه تخسی ولش کنی، خدا رو خوش نمیدونم این چرا این بچه رو اینطوری میزنی، بچه‌م نبود، ولی آدم خود دلش میسوزه واقعا، هر کی میرسه یه کشیده میزنه. خب خودش هم مقصر بود، عوض پررو بود، بعد بلند میشد خودش رو پاک میکرد، میگفت وسطه، گفتم اگه رو تو برم یه در قصری کتایی میخورد، تازه بلند شد میگه وسطه، چی وسطه، تو یه ضربه به این نزدی، برو بچه جون، آخه بچه پررو، مگه چر و کورید، مگه نمیبینید یه ملت اومده تو خیابون میگه ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره. آقا تو این از دو سال پیش تا الان، از دیماه دو سال پیش تا الان، آیا یکی اومد تو خیابون بگه درود بر مصدق؟ یکی اومد تو خیابون بگه درود بر مجاهد؟ یکی اومد تو خیابون بگه مثلا درود بر ممدلی آقا؟ یکی اومد تو خیابون یه چیز دیگه جز این شعارا بده؟ با سازمان تروریستی مجاهدی میگه این تاکتیک ما گفتیم بگین رضا پهلوی، در اصل منظورمون مسعود رجبی. آره. من برام دختر همسایه رو ماچ کنم، مادرش میگه چرا دختر منو ماچ کردی، میگم من منظورم بوده میخواستم خانوممو ماچ کنم، میخواستم به در بگم که دیوار بشه، زنمو میخواستم ماچ کنم، اومدم دختر همسایه رو ماچ کردم. آقا جان یک ملتی اومده تو خیابون داره میگه ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، یعنی چی؟ ما شاه رو میخواد، رضا شاه، روحت شاه، اصلا این شده این شده اولین شعار که میان تو خیابون همچین میخوان گرم کنن، اول رضا شاه روحت شاده، رضا شاه روحت شاد، لگن فروش دوز، بی شرف دوز، و یه مش مشروط خواهه گیج گیج،
رضا شاه روحت شاد یعنی چی؟ چرا ملت بیشتر میگن رضا شاه روحت شاد تا اینکه بگن شاهنشاه روحت شاد؟ شاهنشاه که بعد از رضا شاهه. تمام درد که الان بیشتر رضا شاه خدا بیامرزه، چون اون کسی که مورد نامردی قرار گرفت محمد رضا شاه خدا بیامرز بوده، آریامهر بزرگ بوده. چرا بس مردم گریبان رضا شاه رو گرفتن؟ چرا چقدر رفتن میگن که اون روح اون شاه؟ چرا با این دومی زیاد کاری ندارن؟ چون مردم ایران دقیقاً خواهان چکمه استبدادیه. الان نفهمیدین؟ خود نفهمید، ان شاءالله که نفهم از دنیا بری. مردم از رضا شاه روحت شاد دارن اون حرف دلو میزنن، یعنی تیغو میذاریم زیر گلوتون میبریم. بعد رفتن بچهای ما به این تقیق روس میگن که آقا بیا نهضت دوم مشروطیت را میذارن، اصلا گیجه. فقط عشقش اینه که هر جا میره مثلا بهش میکروفون بدن و بعد اینم از اون، اینم مثل اون یارو دارو شما یونس، اینم خیلی مثلا خیلی هم به خودش مینازه و بعد نشسته جلو دوربین یه مزخرفاتی هم در راجع به شام میگه، احمق بی شعور. مثل که اینم تو این سن مثلا سن اونجوری هم نداره، مثل که تو این سن اینم خرف کرده احمق. حضور شما عرض کنم، بنابراین ملت ایران اومده تو خیابونا تکلیف رو روشن کرده. نمیخواهید همرنگ ملت ایران بشید؟ نمیخواهید صدای انقلاب رو بشنوید؟ نمیخواهید این صدای رستاخیز رو بشنوید؟ شما خیال کردین چی؟ این رستاخیز مردم اومدن و یه هفته بزن بزن شد و سه چهار هزار نفر گرفتن و زخمی کردن و کشتن و تموم شد و مردم رفتن تو خونه هاشون و بنزین هم گرون شد و تموم شد رفت. نه، آخوندی که مال خودشون بوده خلع لباسش کردن، یعنی مرکه تازه خلع لباس شده مثل شده تازه مثل ما اونگاه مثل حالا خوشون کی هستن. آخونده خودش اومده نشسته بدون عواب و عمامه، خودش اومده نشسته که همچنان پخش شد، من چون بعدم میاد از این کثافتا نمیخوام اینجا پخشش کنم، نشسته میگه آقا مردم چیزی نخواستن، مردم حقشون میخواد، چرا مردم دارین کتک میزنین؟ خودشون دیگه دارن میگن. شما خیال کردید که اینم سرکوب کردین تموم شد؟ یادتون رفت دو سال پیش صداهای مردم چقدر تقریبا ساکت تر بود؟ این صداها، این پچ 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 این پچ پچ ها دیدید چجوری تبدیل به صدا شد؟ پچ پچ های تو تاکسی و تو صف و اتوبوس و صف گوشت و تخم و مرغ و شیر. آه خیلی خیلی گرونی شده به خدا، نمیدونم دیگه چه جوری زندگی کنم. پدر ما رو اینا در آوردن، پدر ما رو اینا در آوردن، آخه نمیشه بابا، چیکار کنیم؟ خسته شدیم بابا، چیکار کنیم؟ ایران که شاه نداره. اینطوری به هم میخوره. این فرمول رستاخیزه، این فرمول در برابر استبداده. سواد سیاسی ندارید، بی شعورید، بی سوادید. چون سواد سیاسی ندارید در کنارش مزدورم هستید، چون یه موقع میشین مثل بنده، من بی سوادم، سواد سیاسی ندارم ولی مزدور نیستم. چون مزدور نیستم دوزاری میفته. چرا؟ چون برای کسی نمیرخصم، دلار تو جیبم نیست که بهم بگن امشب باید اینو بگی، امشب باید با این مصاحبه کنی، پاسدار باید بغل دستت بشینونی، امشب باید بری اون بالا بگی ما پستیم، فرشه باید بیای جلوی دوربین برقصی که اومدید رقصیدید، با این باید ازدواج کنی، بکنید، کرم بفروشی، میفروشم. مزدوری، مزدور اجاره ای هستی، خودتو بکش و خودتونو بکشید. مزدوری ثابت شد، به ملت ثابت شد، تموم شد. مثلا توی هفته تموم شد دیگه، تو آب زمزم برید بیاید، تموم شد. خود حضرت عیسی مسیح تشریف فرما بشون 7 8 دفعه از اون یارو آب از شراب چیه بریز روتون و بمالتتون و اینا بکنه تو لای نون و بگه شام آخر و شام اول و اینا، تموم شد کارتون. اون چیز بیاد، موسی بیاد بگه شام اول بخوریم، شام آخر با هم بخوریم، یهودا منو لو داد، اون منو لو داد، این لگن فروش دوز اون شب بغلس من بود، تموم شد کارتون. اون یارو از تو قار بیاد بگه اقرا به اسم لگن فروش و برکاتو، تموم شد کارتون. تموم شد کارتون. من بالاخره موفق شدم به ملت ثابت کنم مزدورید. و یه ادم گیجم به اسم سلطنت طلب، به اسم مشروط خواهی گیج. تموم شد، من به هدفم رسیدم. هدفم چی بود؟ هدفم این بود که به ملت بگم دلیل 40 سال ادامه حیات ننگین فرقه تبهکاران کمکاری رضا پهلوی نبوده. اینا رو کردن تو مختون. رضا پهلوی کمکاری نکرده، رضا پهلوی رو سانسورش کردن، رضا پهلوی رو گذاشتنش توی قفس طلایی. دولت امریکا بهش میگه تکون نخور، حرف نزن، راه نرو، شعار نده، این کارو نه، بر علیه اصلا مغایر قانون اساسی خود امریکاست که شخصی که اومده کشورش نجات بده بهش میگه تو باید ساکت باشی. که حالا یه بحثی سری از دوستان از من خواستن، اونها این سری یه فرصتی الان موقعیتش نیست. خب و بعد لس آنجلس و تلویزیون های فارسی زبان بدون استثنا
از لندن تا واشنگتن تا لس آنجلس. من راحت بهتون بگم همشون این آقا رو طوری باهش دارن تا میکنن و گفتگو میکنن و چون رسانه است دیگه، رسانه داری تو وسیله، من وسیله زیر دستمه، من الان اینجا میتونم آهنگ مرا کشتی رو براتون پخش کنم، میتونم بیام آهنگ مثلا یه چیز دیگه پخش کنم، میتونم بیام یه چیز دیگه، من الان هر چی بگم شماها دارین گوش میکنین. اینا اومدن تو رسانه هاشون طوری جبو درست کردن، من شنونده جوان 20 ساله 25 ساله 30 ساله 40 ساله، من دختر، من پسر تو ایران نشستم، دستم گذاشتم زیر چونم، نگاه میکنم ایرانیانی که رفتن خارج از کشور منو نجات بدن چی دارم میگم؟ ای پس اینطوریه، ها پر رضا پهلوی نمیخواد شاه بشه. آره معلومه، ما ایرانی هم اینه، اصلا اساسا انسان اینه، انسان اساسا به سری منفی بافی فکر میکنه. آره معلومه، اصلا دیدین دیگه حرفم نمیزنه، صحبتم نمیکنه، هیچ کارم نمیکنه. نه عزیز من، نه، این بنده خدا گرفتاره، گرفتارش کردن، هم داخلی هم خارجی، هم کسانی که بیگانه هستن که ما هیچ توقعی از اونا نداریم. من چه توقعی از هاش حسین اوباما دارم؟ من چه توقعی از خانه کثافت طویل شماره 10 لندن دارم؟ من چه توقعی از برلین و پاریس دارم؟ من چه توقعی از مرکل دارم؟ چه توقعی از شرودر دارم؟ چه توقعی از ماکرون دارم؟ چه توقعی از نمیدونم شیراک دارم؟ چه توقعی من از اینا دارم؟ اونا بیگانه دیگه، اینا دارم میچاپم دیگه. من توقعم از تلویزیون همین سنگره، من توقعم اینه که نشستم جلو دوربین، جلو تلویزیون ایران آریایی، تلویزیون ایران آریایی دست منو بگیره، من از این لجن بکشه بیرون، کمکم بکنه. من توقع دارم که تلویزیون ایران آریایی بیاد حقایقو به من بگه. بعد نشستم جلو تلویزیون ایران آریایی، مثال دارم عرض می‌کنم، میرم نشستم دارم فرش می‌پوشم، تنفیش می‌پوشم، بهائیه میره مسلمونه میاد، مسلمونه میره اون یکی میاد، این میاد قرآن می‌فروشه، اون میره نمی‌دونم نهج البلاغه می‌فروشه، نشستم داره فرش می‌پوشه. خب من برم آویزون کی بشم؟ خب طبیعیه منم میرم میگم گور پدر بد و بدتر. آخه خاتمیه بهتر از یارو مرکز، این یارو بی پدر و مادر فراماسیونر انگلیسی حسن هفخط، این بهتر از رئیسیه که میگه پیاده روها رو باید جداگانه کرد، هرچند اونم بازی پدر سوخته بازی خودشون بود. بنابراین این رسانه های گروهی هستن که باید فعالیتشون رو به صورت شفاف رو... آقا خیلی راحت، ملت ایران، من رضا احمدی کمونیست، تو خوشت میاد بیاد، بدت میاد بیاد، ناراحت میشی بشو، مثل این جواد خالا مردی که بی شرف خیلی راحت میگه من یک بار دیگه به دنیا بیام، سال 57 بشه میام تو خیابونا به شافوش میده، به شرافت بشری، این بی شرف شرافتش از همه اونا بیشتره. بابا داره میگه، داره میگه آقا من اینم، فلو شده، سکه شاره میفروشی 15 سال ملت رو با یه حلبی سازی به اسم پرچم گذاشتین سر کار. مگه تو اومدی به دست ملت ایران پرچم دادی؟ بی شرف، تو اون موقعی که تو باند ساده خودساده بودی، خود من تو خیابونای بون تو آلمان پرچم شیر خوشی تو دستم بود، بی شرف عکسشو دارم. چه صفت آشغال بی غیرت، تو کجا بودی سال 1986؟ کجا بودی 1987؟ و بعد به اسم حلبی سازی و پدر سوخته بازی ملت سر کار گذاشتن. کی بده میشه رضا پهلوی؟ چرا؟ چون تمام نگاه ها به سمت رضا پهلویه. چرا؟ چون ما قرار رضا پهلوی ما رو نجات بده. لگن فروش دوز که نه، کی میخواد ایران نجات بده؟ من میخوام ایران نجات بدم. مثلا من کی هستم؟ سنگر ایران آریا میخواد ایران نجات بده؟ نه، ما وظیفمون رو باید انجام بدیم. ما نجات دهنده نیستیم، ما کننده نیستیم، ما فقط وظیفه سربازیمون رو باید انجام بدیم. ما باید بگیم که این رسانه‌ای که اینجا هست وظیفش اینه، ملت باید بگین جاوید شاه، ملت باید پهلوی رو برگردی به ملت، شاهنشاه این خدماتو کرده، رضا شاه این خدماتو کرده، شعبانو این خدماتو کرده، رضا پهلوی بنده خدا اینجوری اسیر داره با همه شرایط داره کارشو میکنه فلان. ما این وظیفه رو داریم، ما وظیفه نداریم شما رو بکشیم بریم تو خیابونا. اصلا من کیم که تو رو بکشم بریم تو خیابونا؟ شما خودتون انقدر عاقلی، انقدر باشعوری که تکلیف شما دارین روشن کن. ما دنبال روی شما هستیم، بچه‌ها تو هامبورگ دارن شعار شماها رو میدن، شما که شعار بچهای هامبورگ رو نمیدید که، ما داریم شعار شما رو میدیم، شما دارید به ما خط میدید از داخل کشور، شما میگید چی میخواد، شما اومدید گفتید ما انگشتتون کردیم بالا و رو انگشتتون جوهر زده بودید با مهناز افشار که حالا میخواد سر در بیاره از یه تلویزیون دیگه که یه شو جدید براتون راه بندازه با یه کثافت دیگه، انگشتتون نشون داد آها ما با خاتمی رای دادیم 16 میلیون رای دادیم 17 میلیون رای دادیم، ما اینجا چه غلطی بکنیم؟ فقط داشیم افشاگری میکردیم، فقط میگفتیم مردم نکنید، مردم رای ندید، مردم نکنید. تنها کاری که داد میزدم تو تلویزیون، خدا شاهده داد میزدم، مردم نکنید. ولی گوش ندادی. چرا؟ چون شمایید که دارین خط رو تعیین میکنید، شمایید که دارید مسیر رو تعیین میکنید. من چیکارم تو این مملکت؟ من تو ایران نیستم، من تو آلمان. وظیفه‌م اینه که بیام شما روشنگری بکنم. وظیفه اینا چی بوده؟ بیان رضا پهلوی رو
کوچیکش کنن کوچیکش کنن. اعلی حضرت رضا شاه دوم سیروسش هم که خورده بودن، اصلا یه دنه بودن. خب سیروس جریان چیه؟ هیچی. اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم شد شاهزاده 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 شد شاهزاده رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی شد آقای رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی شد آقای پهلوی، آقای پهلوی، آقای پهلوی تو صدای آمریکا، آقای پهلوی تبدیل شد به پهلوی، 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 پهلوی تبدیل شد به آخرین ولیعهد ایران، آخرین ولیعهد ایران، آخرین ولیعهد ایران. چه جوری مخ بزنن؟ کی مخ زد؟ کی زد؟ تلویزیون فارسی زبان، هر اسم تو بخوای روش بذار، واشنگتن، لندن، لس آنجلس، اون سعید حیران کثافت با اون رادیوی دوزاریش، بچه های نظام آباد بره نویشه بچه های نمیدونم حلبی آباد. شاهزاده من از فرصتی که شما دادید استفاده میکنم و در فردای ایران به جمهوری رای میدم. تو به گور پدر تریاکیت میخندی؟ تو اول ببین رات میدن یارو رو به ده راه نمیدونن خونه سراغ خونه کرد خدا رو بگیره. ملت ایران عالی دارید میرید جلو، خوب گوش کنید بهتون چی میگن. من دیگه پشتم پر شد، بچه های ایرانی خارج از کشور ثابت کردن و خستگی منو در آوردن. دم همتون گرم، چه لندن، چه هامبورگ، چه دوسلدورف، چه آلمان، چه انگلیس، چه سوئیس، چه اتریش، چه ایتالیا و سایر جاها، چه ترکیه، دمتون گرم. ما داریم وظیفمون رو بچه‌ها دارین انجام میدیم. من تا شارگم وایسادم. میبینید که چجوری دارم جلوی مافیا، جلوی کسایی وایس ایستادم که تو شماره حساباشون در 7 10 تا کشور در جهان مجموعاً بالای 7 8 میلیون دلار پول دارن. بجز سرمایه، بجز خونه و تلویزیونشون و ماشینشون و غیره و زاله. الکی هم میشینن به شما میگن نداریم ما. خونم رو فروختم، من چیزی ندارم، فردام بمیرم همینا ثابت میشه که چیزی ندارم، ولی پولا جاهای دیگه هست، جاهای دیگه هست. خب ازشون بپرسید 20 سال تو لس آنجلس، اگر کسی تونست تو لس آنجلس یک شب از ساعت 8 صبح تا فردا 8 صبح تو لس آنجلس تو خیابونای اون شهر تونست زندگی بکنه، من سرمو میزنم بدون پول، بدون یه دلار پول. چجوری میخوای زندگی کنی 20 سال؟ یک ثانیه تو زندگیت کار نکنی و صاحب همه سرمایه بشی، با 7000 دلار بیای امریکا صاحب این ستازه، بعضیشون با 2000 دلار اومدن. از کجا آوردین؟ من همین الان همین لحظه سر کار نرم بتم گرسنم، خیلی راحت از سر بوش تا پوش باید زندگی کنم. خارج از کشور، اینجا ایران نیست، قرق کنم از خونه مامانم پاشم برم خونه مامان بزرگم، خونه مامان بزرگ قرق کنم برم خونه آق دایی، خونه آق دایی قرق کنم برم خونه آق عمو. این حرفا نیست اینجا، کسی به کسی نیست. من ایستادم جلوی اینا بچه ها، کارتونم به کار بچه های خارج از کشور نباشه، فقط ادامه بدید به این مسیر، ادامه بدید تا این نبرده، تا پیروزی نهایی. دارم بهتون میگم وا بدید بد بلایی سرتون میارم، بد بلایی سرتون میارم. میخواین گوش کنید میخواین نکنید، وظیفه من گفتنه. بریزی تو خیابونا فریاد بزنید ایران که شاه نداره، حساب و کتاب نداره. همین مسیر رو ادامه بدید. به شرافت بشری سوگند، خیلی خبرای خوبی تو راهه. خیال نکنید بهتون دروغ میگم و وعده الکی بهتون نمیدم. من محال از دهانم چرت و پرت بیاد بیرون، چون چرت و پرت به دنیا نیومدم، رو دوش بابامم پالون نبوده، یعنی عبا. اسامی بچه‌ها رو بگم. آقای نلسون، بانو سارا دیگه نداریم کمکی؟ اسامی رو من اعلام بکنم. نلسون 60 دلار، فلور 50 دلار، شهناز با یه جاوید شاه 10 دلار، شاهین کشیشیان 100 دلار، سیاوش 250 دلار، گیتی 10 دلار، امیر و مادرش 20 دلار، اوهایو عرض کنم، فرح 50 دلار، نانسی امریکا 30 دلار. دست همتون درد نکنه، دست همتون درد نکنه. خیلی ازتون سپاسگزارم، خسته نباشید، ادامه بدید. چهارشنبه در خدمتتون خواهم بود. برنامه‌رم نگاه کنید، تظاهرات بچه‌ها رو در لس آنجلس، شاد و پیروز باشید. یه ترانه هم هست بانو شیفته که ترانه که یه سروده قشنگی است، بانو شیفته عزیز، اینم تقدیم بچه‌ها می‌کنیم. از این الان شرایطی هستش که هنرمندان عزیز ما باید از این نوع ترانه‌ها، سروده‌های ملی بخونن. بس دیگه عشقی مشقی اینا، الان وقت عاشق شدن نیست، الان جنگ بزن بزنه، الان رزمه نه بزمه. بعد بعدن بعض میشه تو ایران.
اینم تقدیم همه بچه های میانپرست و سپاس از بانو شیفته برای اجرای این زیبا این ترانه پرچم، این سروده پرچم. شاد و پیروز باشید. سپاس از بانو سارای گرامی، خسته نباشن، و همه شما همیانان عزیز شاد و پیروز باشید. محکم بچه ها، محکم 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 سر جاتو محکم بایستید، محکم شعار بدید، محکم محکم بایستید. ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. علی شیره یه بیشرف، اینطوری باشون برخورد کنید. پاینده ایران جاوید شاه. کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم، تنها امید واقعی ملت ایران، شاهنشاه قانونی ایران، بنیان پسر بنیانگذار تمدن نوین، نوه بنیانگذار ایران نوین. شاد و پیروز باشید تا چهارشنبه که در خدمتتون خواهیم بود. پاینده ایران جاوید شاه. ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. علی شیره یک کثافت، میکشیمت پایین با تمام مخلفاتت، میکشیمت پایین. پاینده ایران جاوید شاه تا چهارشنبه. Oh no.